بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه 29 ماه ژوئن سال 2016 میلادی و برابر است با 9 تیر ماه 1395 و هر جا که هستید امیدوارم سلامت باشید و نمیدونم با این خبرهای بدی که میرسه آدم چه باید بکنه یا چه باید کرد با خبر انفجار دوباره در فرودگاه بزرگ آتاتورک در استانبول در ترکیه که یکی از 11 به اصطلاح که از 11 تا بزرگترین دوربین فرودگاه های دنیا هست و خیلی ها الان دارن راجع به سکیوریتی صحبت میکنن و اینها، ولی اصلا ماجرای سکیوریتی نیست، چون اینها قبل از اینکه برسن به اونجایی که باید بازرسی بشن یا از توی این دستگاه هایی که حالا یا با اکسری یا با یه چیزی مثل باد نمیدونم با موج های دیگه هست چک میکنن، اونجا خودشون رو منفجر کردن و آخرش به اینجا میرسه که کسی که حاضر خودش رو به کشتن بده، شما چگونه میخواین جلو این رو بگیرید؟ آدم های معمولی شما میترسونیش از اینکه باید بری زندان، از اینکه ممکنه اعدام بشی. این خودش بمب بسته به خودش آمده اونجا، اسلحه کشیده روی مردم، از اون ورم اگر کسی بهش شلیک کنه منفجر میشه. عکس هایی رو الان بهتون نشون میدم که این شدت انفجارها رو نشون میده و متاسفانه خبرگزاری ها هم دیگه کارشون خیلی خراب شده. یعنی مثلا اینجا نشسته طرف، اونا مثل ما دیگه، مثل این تلویزیون های ایرانی، از توی اتاقش با کامپیوتر نشون میده، بعد تازه برش زیر اسمش می‌نویسه که این خبرنگار اصلیمونه، سینیور نمیدونم کورسپاندنت فلان و اینها. بذارید من چند تا عکس باهاتون بهتون نشون بدم. حدود 22 تا عکس از روی وبسایت CNN کیبل نیوز نتورک، هم چیزی که بیشتر ایرانی‌ها به اشتباه بهش میگن CNN، مثل اون سوندای آلمان اشتباهی میگن. خب ممنونم، شیرزاد عزیز هم آمده روی فیسبوک ما رو میبینه. حقیقتش ما فیسبوک خب یه زحمت اضافه تر برامون شد، ولی دوستان اینجور نیستن که لطف کنن حمایت کنن یا که آدم خوشحال بشه بگه خب اگر یک زحمتی اضافه شد از اون ور درآمدی بیشتر داریم. بله میبینید که توی ترکیه افرادی هستن با حجاب بی حجاب و من نمیدونستم، ولی اینجا نوشته ببینید آتاتورک، بعد نوشته هوالیمانی، مثل که این کلمه هوا ترکی هم هست، ما میگیم هواپیما یا هوا و اینا، در یا ممکنه یک کلمه دیگه باشه. در صورت من تا حالا ترکیه نرفتم، ولی دوستمون که اونجا هست گفت بعد از این ماجرای انفجارا و اینها صنعت توریست، چرا راستی به توریست میگن صنعت، لابد اونم یک چیزایی باید داشته باشه، وارد باشن اینها، خیلی به اصطلاح بهش ضربه خورده، هتل ها خالی هستن، اینها کنار دریا دوستمون رفته بود عکس گرفته بود میگه هیچ کس نیست، همه پلیس و اسلحه و اینها، همونایی هم که میرن تازه به اصطلاح نگران هستن. خب این عکس شماره 1. شماره 2 میبینید که توی این کیسه های سیاه حالا یا اجساد یا افرادی که زخمی شدن دارن میبرن که کمکشون کنن. بعد این باز شدت انفجار و اینها رو نشون میده. این روزا هم خب فرودگاه ها رو میخوان هم از لحاظ وزن و اینها سبک باشه، فلزی و چیزایی که فلزاتی که استفاده میکنن سبکه، هم میخوان قشنگ باشه، نور داشته باشه، همه شیشه هست و تابلو و اینها. و این انفجارها که پیش میاد میبینید اینا میبینید مثل یه تیکه چیزای مقوایی همه در رفته این ور اونور، شیشه ها هم شکسته و البته شیشه ها را از یه نوعی میسازن مثل شیشه های جلو ماشین که داخلش پلاستیک هست و شدر میشه ولی تیکه تیکه نمیشه، رو همون پلاستیکه میمونه. بله این هم
مردم که واقعا تو اون حالت هم آدم نمیدونه از کدوم طرف بره، یعنی حالا اینجا منفجر شده به طرف جلو بریم، باز قرار اون جلوتر یه چیزی منفجر بشه، به طرف عقب برگردیم، پشت سر ممکنه یه چیزی منفجر بشه. ببینید این تو خیابونی که تاکسی ها میان حالا یا مسافرها رو پیاده میکنن یا مسافرها رو سوار میکنن، ببینید چه وضعیه. اینجا نگاه کنید روی این به اصطلاح زمین که جاده بوده دیگه، این ماشینا رد شدن اونجا وایسادن، حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. و اول شروع کرد گفت 10 تا کشته شده 20 تا زخمی، تا دیشب یا امروز صبح میگفت 40 و چند نفر کشته شدن، 200 خورده زخمی شدن. و آمریکا هم به شدت نگران آمریکاییایی بود که اونجا هستن که اونها گزارش بدن از وضع خودشون، اگه کسی دوستانش رو میشناسه که ممکنه به اصطلاح فعلا مفقود الاثر باشه بهشون بگن و اینها. و الی آخر خلاصه که روزگار غریبی است نازنین، و این سفر و استفاده از فرودگاه اینام یه چیزیه که نمیشه بگی انجام نمیدم. و خب حالا اینم خیلی سکیور کنن نذارن، طرف دیوانه مگه نداشتیم رفته تو سینما، مگه نداشتیم رفته توی شاپینگ سنتر یا اون فروشگاه های بزرگ اونجا تیراندازی کرده بود، یعنی هر چی که هر جایی رو که شما بگی اینا ناامن کردن. مگه این آخرینش نبود که رفته بود توی یک بار یا کلوپ همجنسگرایان که رفته بودن اونا موزیک گوش بدن مشروب بخورن، اونجا رفته بود 50 نفر رو کش، 49 نفر به خودش 50 نفر. بله این هم ببینید قدرت انفجار رو نشون میده که چقدر قوی بوده. این عکس 15 16، این هم نوشته the following image. بله این هشدار میده که عکس های بعدی ممکنه یه مقداری اونایی که دلشون قلبشون ضعیفه یا نمیتونن تحمل کنن نبینن. این viewer discretion is advised، یعنی توضیح میده که مواظب باشی. در صورت ما چیزی هم حالا به اون صورت ندیدیم. عکس 18 و این آقا داره تمیز میکنه، این میدونی اینا خیلی زود شروع میکنن تمیز میکنن اینا که اثری نباشه. و حتی امروز گفت فرودگاه بازه و پرواز میکنن، ولی آمریکا پروازه خودشو به ترکیه فعلا متوقف کرده. میدونید که ترکیش ایرلاین توی چند سال گذشته با تبلیغات وسیعی که کرد، با قیمتهای ارزونی که میداد، خیلی به اصطلاح بازار رو به دست خودش گرفته بود. من هنوز نمیدونم این نوشته که عکس های بعدی ممکنه چیز باشه، ولی عکسی نبود که، شاید اون مال داخل ویدیو هست. در صورت دوستان عزیز شما بگید که با این تروریسم چه باید کرد. خب تمشک آلوالو نوشته که با وجود آوردن داعش هدف نابود کردن کشورهای توریستی است، از یونان آغاز کردن، پاریس و حالا هم ترکیه، در آینده به فقط به دو کشور سفر کنند که البته نرخ سفر هوایی را بسیار پایین، سیمور بزنم پایین ترش چی نوشتی، پایین خواهند آورد تا توریست ها سفر کنند. خب همین الان مثلا این ماجرایی که انگلستان جدا شد از اروپا، فوری یه نفر سودجو مثل آقای ترامپ گفت خب خیلی هم خوب شد، اینا 30% پولشون اومد پایین، اگه تا امروز نگرانیتون از نرفتن به انگلستان و اینها قیمت پوند بود، قیمت به اصطلاح واحد پولیشون بود، الان ارزون شد، تشریف بیارید، بیاین توی هتل ایشون و بیاین توی گلف کورس ایشون هم بازی کنید. خب بذارید امروز یه مقداری هم از این جدی بودن بیاین بیرون و بریم سراغ دوستان. البته اول این آقای اشتون من حالا تازه فهمیدم این چی هست و چی بوده، اسمشو که عوض کرده من به اصطلاح یادم نبود که این دوستمون توی کارهای ویدیو و آدیو و اینها بود با دوستانش. چند مدت پیش هم به اصطلاح میخواست با تلویزیون مردم برنامه داشته باشه و ساعتهای بیان برنامه بذارن اینها، ولی میدونید این دوستان وقتی که اینم یه مکافاتی دیگه است، ببخشید این پنکه روشنه، پنکه بادش آدم رو آلرژی داره یا آلرژی رو میاره بیشتر به آدم میده، آلرژی هست تو آمریکا زیاد
اعصاب همه رو خرد کرده، چشای همه رو داغون کرده. در هر صورت اشتون اون روز ما منتظرش بودیم، بعد جواب داد که من 2 روز منتظر شما بودم، شما چون جواب ندادی دسته که خب ما قرارمون دوشنبه بوده، من تا 1 دقیقه قبل از دوشنبه اگر جواب شما رو میدادم و اسم شما رو میذاشتم روی اسکاک این کار کرده بودم باید صحبت میکردیم. بعد ایشون نوشت که خب من حالا میخوام چند دقیقه صحبت کنم، گفتم که نه، ما اون روز مهمونی گذاشتیم، شما رو هم دعوت کردیم، شما نیومدی، حالا اگه میخوای بیای شما باید زنگ بزنی بگی سوربی من دارم میام، چلو کبابم میخرم میارم، بگم اوکی، بگی بیاد 2 نفر دیگه اینجا مهمونن، 4 تا چلو کباب بگی. در صورت اینجوریه باید یاد بگیری. و بهش گفتم حالا اگر پیام بذاری من پیام تو پخش میکنم. ایشون هم لطف کرد پیام گذاشت، بذارید پیامشو با هم بشنویم. دوستانم از فیسبوک تماس گرفتن و گفتن که صدا خیلی خوب شد به نسبت روزهای اولی که شروع کردیم. خب این همون ماجرای کار نیکو کردن از پر کردن است. پر کردن یعنی یه چیزی رو پر کنیم، یعنی زیاد یه چیزی رو، کاری رو زیاد انجام دادن. ببینیم اشتون آدیو، بله ببینیم اشتون کجایی. آها این صدا رو ببینیم اشتون، احتمالا نمیدونم شما چون با فیسبوک اینو ضبط کردی فرستادی، احتمالا با لپتاپت هست. ببین دوست عزیز، مخصوصا شما که تو کار ویدیو اینا هستی، خب ما هم این کامپیوترمون هم دوربین داره هم میکروفون داره، استفاده ازشون نمی کنیم مگر جایی که مجبور بشیم. به همین خاطر یه دوربین اکسترنال، یعنی یه دوربینی که از خارج سیگنال میفرسه، یه میکروفون اکسترنال، یک میکروفونی که از خارج وصل میشه که مخصوصا با لپتاپ صدای اون پروسسور، صدای حتی پنکه لپتاپ وقتی روشن میشه صدای اون خیلی امتحان ساده است. شما یک موتور پنکه دستی کوچولو رو یا تلفنت وقتی زنگ میزنه بچسبونش به میز، میبینی که غرر اینجوری صدا میده چون چسبیده به هم. به خاطر همین تو ماشین هم دست موتور میذارن که یه لاستیکی بین این باشه و الا وایبریشن و صدای ماشین آدم ها رو دیوونه میکن. این شما وقتی نشستی با لپتاپت صحبت میکنی 2 فوت 1.5 فوت فاصله داری، اینجوری که میکنیم یاد این وافوری ها میفتیم. صدای هوا هم هست این وسط. حالا بعضی وقتا شما میتونید یه فیلتری با هوا درست کنی، با ابر درست کنی یا یه چیزی، یا یک میکروفون خیلی هم ارزون شده این روزا، $10-12 یه میکروفون USB بگیر از بیرون، اون وقت این میکروفون رو شما بذار نزدیکتر با خودت باشه، لپتاپت اونجا باشه. در هر صورت این صدایی که دوستان میشنوید مثل صدای هلیکوپتر از سیستم ما نیست، این سیستم اشتون وقتی ضبط کرده. و بذارید منم اینو بیارم این ور که با اشتون مثل این که الان داریم گفت و شنود انجام میدیم صحبت کنیم. و میخواستم چه کار کنم، میخوام صفحهشم بهتون نشون بدم که یه تبلیغی باشه، شما هم بری و از روی صفحهش، صفحه فیسبوکش باهاش در تماس باشی. ما اینجا اونایی که به خودشون افتخار میکنن قایم نیستن، ما هم بهشون افتخار میکنیم، ما هم میایم اونها رو به دوستان معرفی میکنیم و کسی که از خودش مطمئن هست چیزی برای پنهان کردن و مخفی کردن نداره، اسمای مستعار و فلان نه لازم نیست. در هر صورت بیایم ببینیم که ایشون چه میگوید. بفرمایید اشتون. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب سوالی و همچنین بینندگان محترم. بنده اشتون هست. اولا میخواستم تشکر کنم از شما که تو برنامه گذشتتون فرمودید رفع سوء تفاهم بین بنده و شما شد، واقعا یه سوء تفاهم به تمام معنا بود، دلیلش رو الان عرض میکنم. بله جناب سوالی، بنده هم نگاهم به شاهنامه یک نگاه فرهنگیه، یک نگاه واقع بینانه نیست. شاهنامه به هیچ عنوان تحت شرایطی نمیتونه واقعیت داشته باشه.
چون واقعا کسایی هم که عنوان میکنن این قضیه رو که شاهنامه یک واقعیت، اول دارن به شعور خودشون توهین میکنن، دوم دارن به شعور مخاطبشون توهین میکنن. شاهنامه یک اثر فرهنگی و بس، فقط خب به نظر آوردن نزدیک به 52,000 بیت توسط یک فرد، خب میتونه یک شاهکار فرهنگی و هنری باشه و من از همین منظر ازش دفاع. خب اجازه بدین همینجا یکم با هم صحبت کنیم. شما گفتید که نگاهتون واقع بینانه نیست. اتفاقا نگاه شما به این مسئله واقع بینانه است، به همین خاطر به این نتیجه رسیدید که این یک کتاب بسیار خوب فرهنگی و ادبیه و کتاب تاریخی و داستان زندگی یا به اصطلاح داستانی که ما بر اساسش زندگی کنیم نیست. ضمناً بذار اینجا نظم درآوردن، درباره این که چندین هزار بیت رو به نظم درآوردن، اگه شما تاریخچه این شاهنامه رو بخونی و پیدایشش چی بوده و اینها، این از چند تا شاهنامه که قبلا هم شاهنامه های دیگه وجود داشته این به اصطلاح درست شده استفاده کرده و اینها رو با این نظم و ترتیبی که میبینید درآورده. بعدم قربونت برم 30 سال اگه شما هم بیکار بری بشینی یه جایی، اونم هوای توس، هوای مشهد، اون خراسان بزرگ، هرچی 52,000 تا که هیچی، 520,000 تا مینویسی به نظمم در میاری و به نظر من کار مشکلی نبوده. حالا ما حرف شما را قبول داریم، بفرمایید. نزدیک 52,000 به توسط یک فرد، خب میتونه یک شاهکار فرهنگی و هنری باشه و من از همین منظر از اشتفاق کردم و دقیقا درست میفرمایید شما. اگر ما بخوایم بگیم که شاهنامه واقعیت داشته، دوستانی که یه همچون چیزی رو مدعی هستن، اولین چیزی که من ازشون سوال میکنم اینه که خب در شاهنامه پرده‌ای که شما خودتون هم ناخودآگاه میگید پرنده افسانه‌ای سیمرغ، پرنده اوماش به نام سیمرغ، یه اثر از این پرنده به ما نشون بدید در حال 100 میلیون سال پیش نبوده که، یه فسیلی، یه نشونه ای از این پرنده به ما نشون بدید تا بعد که بشینیم سر واقعیت شاهنامه رو هم دیگه صحبت کنیم. خب صحبت بعدی جناب سعودی، یعنی مخاطب من دوستانی هستن که تو این هفته دو سه تا پیغام توی فیسبوک داشتم که عنوان کرده بودن که نمیدونم بیانیه صادر بکنم. نه دوستان، من نه نیاز به حمایت کسی دارم، نه من مشکل با جناب سعودی دارم. جناب سعودی حالا بذار یه چیزی بگیم، شما بیا به اینها بگو شما مشکل داری، شما صغیر هستی، احتیاج به این عقب افتاده ها داری که اونها ولی شما باشن و براتون تصمیم بگیرن. و حالا به شما پیشنهاد کردن بیانیه صادر کنیم. بیانیه صادر کنیم که چی؟ که مثلا از امروز تلویزیون مردم تحریم بشه. خب بشه. چی میشه؟ شما تا امروز پولی میدادید، یعنی اون عقب افتاده ها رو دارم میگم، پولی میدادید به تلویزیون، خیلی به تلویزیون میرسیده که نشه. به قول شیرازی ها، شاید شما هم داشته باشید، میگن خوش به حال باقی که توره ازش قهر کنه. توره فکر کنم این چیز رو میگفتن، اینا کیان شب حمله میکنن به مرغ و اینا میبرن، شغال رو فکر کنم توره میگفتن، خوشا باقی که توره ازش قهر کنه. ولی خیلی قشنگ خود اشتان جوابشون رو داده که در رابطه با بیانیه. بفرمایید. بیش از اینها به من چیزی یاد دارم، نه تنها از طریق برنامه‌هاشون، سالها پیش ساعتها پای هر دو در دل من نشستن و من هیچ وقت این محبت‌هایشون رو فراموش نمی کنم و اگه مسئله‌ای رو ایشون در چند دقیقه عنوان کردن، من همون لحظه خودشان به حساب تذکر یک معلم به شاگردش و اصلا هیچ دلخوری هم از ایشون ندارم. و به شما دوستانی که دایه وطن پرستی دارید عنوان میکنم، شما خیلی اگه بیانیه صادر کن هستید، برید یه بیانیه صادر بکنید یا یه کار عملی انجام بدید، دست 4 تا کارتون خواب تهران بگیرید.
نمیدونم یک شغل ایجاد بکنید 4 تا زن خیابونی از تهران جمع بشه. نمیخواد بیاییم بیانیه راجع به شاهنامه ای که چند قرن پیش بوده الان میخواد بیانیه راجع به مصادره کنید. نه، به حال روز ایران برسید. بعدش جان سوال شما درست میفهمید، میگن همه یا میگیم جانمون فدای ایران، ولی هیچ کدومون جونمون رو فدای ایران نمی کنیم. اگه جونمون رو قبول فدای ایران بکنیم با هر تلنگایی از کشورمون بیرون نمی اومدیم و تو این کشورمون کشور پناهنده نمی شد. پس این مسائل رو بذاریم که هر موقع تونستیم یه کار عملی رو انجام بدیم، بعد بیاییم از چند صد سال پیش هم دفاع بکنیم. در حال جناب سوربی، این نظر بنده بود در خصوص شاهنامه و مسائلی که در شاهنامه عنوان شده که به نظر شخص بنده یک داستانه، ولی دفاع بنده از شاهنامه هم بر همین اساسه که یک اثر به افکار هنری و فرهنگی و من به بضاعت خودم در این خصوص صحبت میکنم و یک کارشناس ادبی نیستم. من در حال جناب سوربی، شما همیشه برای منده و همه محترم بودید و هستید. بیشتر از این هم مصدی اوقات شما و برنامه خوبتون نمیشم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا رو نگهدار، شاد و پیروز باشید. ممنونم از شما و خیلی قشنگ ایشون توضیح داد که شماها اگر فکر میکنید، اگر فکر میکنید بیانیهاتون میتونه یک کاری انجام بده، اولا این بیانیه، این همه بیانیه نوشتید به کجا رسیدید؟ حالا دوم بگیریم که رسیدید و عمل کرده، برید یه بیانیه بنویسید به حال بچه های گرسنه، زنایی که تنفروشی میکنن در ایران و الاخر. این چیزی که شما گفتید من رو یاد یه برنامه انداخت که یه روزی آقای بهکام برنامه داشت و یه خانمی که رفته بود خوش بگذرونه ایرانو، احتمالاً حقوقای بازنشستگی شوهر ساواکیشو بگیره و خونه هایی که اجاره دادن اجاراشو بگیره و اینها، یه سری هم پوز بده جلو اون بیچارهایی که اونجا مجبورن پول قرض کنن ولی برای ایشون شام و نهار درست کنن. آمد و گفت که 99% در ایران آقای رضا پهلوی رو میخوان و مادر داشت به بهکام میگفت مادر نمیدونی توی ایران جوونا همه معتاد، پسرا خانم ها همه خودفروش. من گفتم خب وقتی شما میگی یعنی 99% اینا هم جزو 99% هن. بعدم ضمناً شما که طرفدار پادشاهی و رضا شاه و فلان هستی، این آقای رضا پهلوی یه بیانیه بده. اینا که به غیر از بیانیه دادن تا حالا هیچ کاری از دستش بر نیومده. اول ماه می بیانیه بده، تولد باباش بیانیه بده، مردن باباش تا بیانیه بده، مردن خواهرش بیانیه بده، یه بیانیه بده بگه که اونایی که طرفدار من هستی، شما که میرید این خانما رو نمیدونم سوار میکنید، پول بهشون میدین، غلط میکنین و یه خاک تو سر خودتون میکنید، برید بهشون پوله رو بدید ولی اون کار رو انجام ندید و خبری نشو. قسمت آخری که شما میگید چون شاهنامه یک کار هنریه شما احساساتی شدید و اینها، بذار من برات یه ماجرایی رو بگم. همین پارسال من رفتم فرانسه، خب این موزه نمیدونم لوور و این موزه های مختلف و نمیدونم این تابلو و نقاشی مونالیزا و اینا، همه پول میدی و صف میشی و میره تو صف و توی آفتاب وای میسی، نمیدونم بالاخره میری داخل. حالا رفتیم اونجا، این معجزه هنر رو ما دیدیم. اولا والا من هرچی نگاه کردم به نظرم چیز عجیبی نبود، خب عکسش هم که هست همه میتونید برید ببینید، تابلو مونالیزا. ولی دیدم که یه آقایی واشده بود اینجوری، نمیدونم میخواست انقدر وایسه که مونالیزا یه حرفی بهش بزنه یا یه فوشی بهش بده، بگیم اگه خودت خواهر مادر نداری بلند شو. بعد دیگه آخر کار من بهش گفتم بادی موف که دیگرانم بیان دیگه، من تو وایسادی جلو منم گرفتی نمیذاریم بریم، را بیفتیم. یکم بعدش اومده بود. من حالا سوال اینجوری برای شما مطرح میکنم، اگه من و شما رفتیم توی موزه کارهای ونگو پیکاسو اونجا بود، شما نگاه میکنی مثلا این مشکی نقاشی خط کشیده، والا من نمیفهمم. بعضی وقتا فکر میکنم اگه این نوه ما 2-3 ماه دیگه یه قلم نقاشی بدن دستش با رنگ و اینا، دیدید که یه فیلی توی باغوش چی میدن دستش رنگ میکنه، ولی خب لابد اونای دیگه هنر میدون. من میخوام از شما سوال کنم، شما بغل دست من وایسادی، شما بغل دست من وایسادی، حالا یا منو میشناسی دوستتم یا منو نمیشناسی،
شما این مونالیزا رو دوست داری، باور داری، این تابلو ون گو رو باور داری، اون نمیدونم تابلو فریاد مال پیکاسو اون باور داری، اصلا بهش احترام میذاری. من وایسادم دیدم مثلا به دوستم میگم این چیه، من نمیفهمم، یا بابا ولمون کن بیبری من بهتر از این میکشم. چیه شما اونجا به من میگی مثلا وطن فروش کجایی بودن اینا، حالا شما فنلاند هستی نمیدونم، من دارم اینو میگم آقا نظر شما این باشه، دوست داشته باش، برو شبهای شعر بذار، برو نمیدونم برنامه های شاهنامه خانی بذار، ولی من نظرم اینه که شاهنامه یه چیز بی خودی الان به قول شما تو این وضع و تو این شرایط ما بشینیم رستم و سهراب و اسفندیار رو نمیدونم اونو بیاریم، امروز هم مثل آقای چمنارا به این یکی بگیم تو رستمی اون سهرابه، بعد اینا تازه بفهمن کدومشون بی پدرن کدومشون بی مادرن، بعد هم ازشون قهر کنم. میدونیم ماجرای این تلویزیون نمیدونم تیمور لنگ و نورعلا از کیه؟ اسماعیل نوری علا و یه مش از همین بی پدر مادرم. البته بعض وقتا به اینا به اشتباه میگیم بی پدر، اینا خیلی هم پدر دارن مادرشون حالا دیگه از خجالت پیدا نیست. در هر صورت دوست عزیز من ممنونم از اینکه شما لطف کردی پیام گذاشتی، خوشحالم. و بله اون یه کاره که مثلا آدم بره یه برنامه بذاره برای همین اونایی که معتاد هستن، برای ترک اعتیاد کمک کنه، یارشون بشه. خیلی از اینا از تنهایی، از قصه، از ناامیدی، از شکست هایی که تو زندگیشون به اصطلاح بهشون چی میگن تحمل کردن، اینا به اینجا رسیدن. من بلد نیستم، وارد نیستم، نه معتاد بودم نه معلمی بودم که معتادا رو ترک بدم، ولی اگه کسی بلده هستن تو تلویزیون های مختلف، آقای داریوش اقبالی خواننده خوب آمده الان یه برنامه گذاشته میگه آقا من معتاد بودم، زندگیم اینجوری بوده، با همه معروفیت و مشهوریتم اصلا فایده ای نداشته، حالا اینجور برنامه‌ای گذاشته، خودم عمرش بده اگه خدایی هست. و در صورت اینجوری باشیم بله دوستای خوبی میتونیم باشیم. ممنون، متشکرم، مرسی مرسی مرسی. و اما دوباره بریم سراغ جمشید. اگر جمشید نبود من چه کار میکردم؟ جمشید جان ازت ممنونم، اولا به این دلیل که بعضی وقتا واقعا میگم من اگه مثلا جای این بیننده ها بودم میگفتم بابا ولمون کن، ما اینقدر به سربی دوستیم و خودمونی و اینا صحبت میکنیم، این اینقدر از ما ایراد میگیره. اولا تشکر میکنم از اون دوستی که این کارت رو به همراه $100 فرستاد و توی این پاکت پریروز به دست من رسید بعد از برنامه. مرسی. و بله از همین ویرجینیا هم هستن، ممنون و متشکرم. این یک. دوم بریم سراغ آقا جمشید ببینیم چی میگه. ببینیم با جمشید هم همینجوری صحبت میکنیم. درود بر شما جناب آقای سوربی. مرسی عزیزم، سلام به شما. جمشید هستم از سانتا مونیکا. عزیزم توی برنامه میگه جمشیدم که رفت، اینم معلوم نیست فلانه. من به قول جمشید جا صدای اشتان هوا و صدای کامپیوترش لپتاپش داخلش بود، شما صدای اون برنامه‌ای که روشنه، سعی کنید این صداها رو کم کنید که خودتون دوستان دیگه وقتی پیام‌های همدیگه رو من از تلویزیون براتون پخش کنم پیامه یک کمی دلچسب‌تر باشه. دوباره بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سوربی. جمشید هستم از سانتا مونیکا. عزیزم توی برنامه میگه جمشیدم که رفت، اینم معلوم نیست فلانه. من به قول بتی من همین گوشه کنارم. من به قول بتی یعنی مثلا همسرتون فامیلتونه، یا این یه ضرور مسئله که مثلا من بلد نیستم، چون امریکایی هم یه چیزی دارن توش کلمه لوسی استفاده میکنن، اون رو هم من نفهمیدم منظورشون کیه، اون لوسی بار هنرپیشن یا یه ضرب المثل چیز دیگه است. به قول بتی شما همین گوشه کنارا هستید، امیدوارم همیشه باشید. بفرمایید. در خدمتم، من هستم عزیزم، ولی این شما هستین کم لطفی میکنی. شما میگی پیغام بذار و اگر میخوای پخش بشه بگو که پخش بشه. گرفتمت. عوضی شنیدن و عوضی گفتن ما ایرانی ها رتبه اوله.
درست شما برعکس اون چیزی که من میگم این رو نقل قول کردی. من میگم پیام بذارید، اگر نمیخواین پخش بشه بگید این رو پخش نکن. هیچ وقت نگفتم اگه میخواین پخش بشه بگید پخش کن. چون چرا؟ دلیلش اینه، شما حق داری بگی این پیام من رو پخش نکن و من اگه پخش کنم حتی جرم قانونی داره. شما میتونی بری دنبال من، قانونم بهت بگم میتونی بری دنبال من بگی من این پیام رو گذاشتم، گفتم پخش نکن ولی این پخش کردی. ولی شما و دیگران به عنوان بیننده با وجود اینکه حق دارید پیام بذارید، حق پخش کردنش دست منه. حتی اگه شما بگی این پیام رو پخشم بکن، احتیاجی نیست. وقتی نگی پخش نکن، یعنی من اینجا وقت تصمیم میگیرم پخش کنم یا پخش نکنم. ببین شما برداشتت اشتباهه. چون برداشتت اشتباهه از این ماجرا، اون وقت فکر میکنی با گذاشتن پیام برای خودت یه حقی قائل شدی و من اگه پخشش نکنم حق شما رو خوردم. نه عزیزم، تازه وقتی که من میگم اگر کسی میخواد پیام بذاره 10 دقیقه بعدم 10 دلار 30 دلار بده پخش کنیم، اونم باز میاد تو فیلتر مغز من. اگر من دیدم این آقای دکتر فروتن و دوستان نادانش هستن میخوان تو تلویزیون دستور ساختن بمب و نمیدونم کوکتل مولوتوف و اینها بدن، با وجودی که رو همه اینترنت ها موجوده، من اونو پخش نمی کنم. گور پدر خودشون و گور پدر پولشون. پس ببین دو قسمت شد. قسمت اول این که شما زنگ میزنی میگی پیام من رو پخش نکن، این پیام برای خودته، به هر دلیلی، دلیل شما محترمه، برای منم محترم میشه همون موقع که شما میگی اینو پخش نکن و من احترام میذارم پخش نمی کنم. ولی اگه یه پیامی رو گذاشتی، حتی اگر من پول گرفته باشم که اون 10 دقیقه ربع ساعت برنامه شما باشه، باز من اینجا نگاه میکنم اگر دیدم این مخالف اون چیزایی که قانون آمریکا میگه، قانون کانادا میگه، مریض نیستم برای 10 دلار 30 دلار 50 دلار بیام خودم رو به خطر بندازم. برای 1 میلیونش خودمون به خطر نمیندازیم. من اون رو بهتون گفتم اون احمقی که امروز تو زندان آقای رضا زراب و هر شب حالا خدا میدونه تو بغلی کی باید بخوابه، که دلش خوش بود که اون خواننده ترکه تو بغلش میخوابید، به جوانای بدبخت ایرانی فرق میفروخت، 5 میلیون دلار حاضر بده از زندان بیاد بیرون، تازه به پاشم یه دست پایبندی ببندن که بدونن هر لحظه کجاست. من و شما 5 میلیون دلار جلوی حالا بیام، ولی شما اشتباه میکنی عزیز من. حالا دنباله این اشتباه شنیدن و اشتباه گفتن رو میرسیم به اون برنامه که شما قرار بود بری دنبالش و بیای و الان باز میگی همونو. بفرمایید. ولی پخش نمی کنی. بعدم از قول من یا از قول خودت میگی که من کلمات رو اشتباهی میشنوم، اما ثابت نمی کنی. آها، اینقدر از قول من و از قول خودت کردی، حالا دیگه من نمیدونم شما، من از قول شما گفتم من کلمات رو اشتباه میشنوم، کاش که اسم ببریم دیگه. من از قول سربی گفتم جمشید شاید کلمات رو اشتباه میشنوه و خودم حتی مثال زدم که این خانم ایمی گودمن نمیدونم دندوناش مصنوعیه چیه، وقتی حرف میزنه یه چیزی رو 4 بار من شنیدم هی برگردوندم عقب، من فکر میکردم اون اشتباه میگه، یعنی من اشتباه میشنیدم. آخر کار زدم اون کلوز کپشن یا سبتایتل که زیرش مینویسه، دیدم نه درست نوشت، همین مال جی ال بی تی بود، گی، لزبیان، بایسکشوال، نمیدونم ترانسکشوال، یه همچیزی. در هر صورت بله، من هنوزم معتقدم که شما عوضی شنیدی و به همین خاطر بوده که شما رو به چالش کشیدم. اگه فکر میکنی عوضی نشنیدی و من عوضی گفتم، شما برو اون روزو
اون دقیقه رو بیار، من همون تیک فیلم رو نشون میدم و چقدر خوشحالم که من این عکس وقتی خوندم نشون دادم نوشته موجوده، من که دیگه دست نمیبرم داخلش، میارم اونو نشون میدم. ولی برای این عوضی شنیدن و عوضی گفتن، بله من مثالم زدم، گفتم که خود منم حتی عوضی شنیدم و فکر میکنم آقای جمشید خان عوضی شنیده بود. حالا بعد که ما ماجرای شرط بندی رو گفتیم اب نداره، به خاطر اون پیام خوبی که گذاشتی ما خندیدیم، گفتیم اگر حتی شما به ما بدهکار باشی ما اون رو به دوستیمون میبخشیم و دوستی شما بیشتر از نمیدونم 40 دلار و 400 دلار و 4000 دلار ارزش داره. شاید هم نه. وقتی که یه نفر میگه شما این اشتباه شنیدی و در این جمله رو هم تو پابلیک پخش میکنی از که من اشتباه کردم، خب باید به مردم نشون بدی. من هنوز نمیفهمم من چجوری میتونم به مردم نشون بدم که شما اشتباه شنیدی، وقتی نمیدونم اون نامه‌ای که خوندم کدام روز بوده، چه ساعتی بوده. شما قرار بود پیداش کنی برای من بفرستیش، ولی این پیام جالبترم میشه. حالا میگه من اگر بفرستمم شما پخشش نمی کنی. این گویا این میدان شما. ولی باز جالبترم شده، میگه من این ویکند میرم دنبال این نوار پیداش میکنم. حالا ببین اگه همون روز رفته بودی خیلی ساده تر بود، دو روز برمیگشتی عقب، ولی الان دیگه نمیدونیم دو ماه یه ماه چقدر. البته شما از تاریخایی که زنگ زدی و اینا شاید بدونی. در هر صورت دوست عزیز من میگم شاید شما اشتباه شنیدی، من درست خوندم. چجوری من بیام ثابت کنم؟ تنها دلیلی که دارم اینه که من فکر میکنم شعر رو خوندم شعر، شعر رو خوندم شعر، شما میگی نه شعر رو خوندی شعر، شعر رو خوندی شعر. شما باید ثابت کنید. براتونم مثال زدم، گفتم میگن که ثابت کردن این که فلانی خطا کرده بر عهده اونیه که ادعا میکنه این خطا کرده. پلیس که شما رو میگیری میبره تو دادگاه نمیگیره، تیکت میده بعد شما میری تو دادگاه. وظیفه پلیسه که به قاضی دادگاه ثابت کنه شما تند میرفتی. من همین یه کاغذی از چیز اسلحه سرعتش میاره بیرون، میگه اون روز صبح ساعت اینقدر من اینو کالیبریت کردم، یعنی تنظیم کردم که 0 رو 0 نشون بده، سرعت 15 رو 15 نشون بده، 40 رو 40 نشون بده، و اون روز آقای جمشید و سوربی داشتن اینجا میرفتن، اینجا 25 مال بود ولی این 40 میرفت. اینم کاغذش. بر عهده شماست که ثابت کنی که من اشتباه کردم، نه بر عهده منه که بیام ثابت کنم اشتباه نکردم. بریم ببینیم چی میگه. برادر من باید نشون میدی که من کلمات اشتباه میشنوم. یه جوک برات بگم. یه آقایی با خانمش رفتن دکتر گوش و حلق و بینی. دکتر در باز کرد، آقای بلند شد سلام احوالپرسی، رفت داخل گفت چیه؟ گفت که این خانم من گوشش سنگینه و آوردمش اینجا که شما آزمایش کنید. دکتره گفت بسیار عالی، شما وایسا اینجا، جمشید جان رو به دیوار، خانمت اینور رو به دیوار. دکتره وایساد وسط، گفت خب آقا جمشید صدا کن همسرت رو. ایشون هم گفت حالا یا بتی یا هرچی اسم خانمش، صدا کرد. دکتره گفت که دوباره صدا کن، دوباره صدا کرد اسم همسرش رو. دکتر گفت که بیان هر دوتون بشینید اینجا. نشست و شروع کرد به نسخه نوشتن. نسخه رو وقتی نوشت داد به مرده، به آقا جمشید. گفت آقا جمشید این یه سمعکای خیلی قشنگیه، لولش هم سفیده، تو گوش پیدا نمیشه و اینها، اینو بخر و بزن به گوشه. جمشید گفت آقا من خانمم آوردم میگم گوشش سنگینه. دکتره گفت مرد حسابی شما دو بار خانمت رو صدا زدی، این بنده خدا چهار بار گفت بله عزیزم چی میگی، تو گوشت نمیشنفه، من چجوری ثابت کنم؟ بیا بریم یه دکتر. بهترینش همینه که شما این ویکند این نوار رو بری گوش بدی، به من بگی آقا روز مثلا 20 می در دقیقه زیرش می نیست. الان ببین مثلا من نوار شما رو پخش کردم 1 دقیقه و 4 ثانیه تا حالا. حالا دوستان میگن بپوکی سوربی، اون 1 دقیقه و 4 دقیقه حرف زد، تو 10 تا مثال زدی، 16 تا مرثیه خوندی. در اصل برنامه یعنی همین، بارها بهتون گفتم
اگه من و شما کار مهمتری داشتیم که نمیمدیم که، بیکاریم میایم اینجا میشینیم. والا خودم هم بیکارم، اگه کار داشته باشم که دارم دنبالش میگردم. کسی اگه میخواد استخدام کنه من توی ویرجینیا، اگه کاری باشه حاضرم بیام انجام بدم. من کارهای منیجمنت انجام دادم، وقتی هم برای یکی میخوام کار کنم برام مهم نیست. از چی میگن اینجا، چی میگن، از اون پایین ترین درجه تا بالاترینش انجام میدم، چون باور دارم که باید کار خوب انجام بدی. ولی اگه شما یه مقام خوب بهت بدن بشینی اون بالا دیگران انجام بدن که کاری نکردی. در صورت سوربی is available for hire. اوکی بفرمایید. یعنی شما شهر رو گفتی شهر، نگفتی شهر، گفتی شهر، من اشتباه کردم شهر؟ آره بجه که بگی شهر حافظ سعدی گفتی شهر حافظ سعدی. شهر حافظ سعدی که همه میدونن شیرازه، احتمالا شعر بوده، شعر حافظ سعدی. بفرمایید. و من باور دارم شما هم باور داری که شما درست میگی. چی کار میکنیم؟ میریم دادگاه. اسم دادگاه چی چیه؟ پیپل کورت، دادگاه مردم. شما میاد اونو پخش میکنیم، بعد این بار دیگه باید جریمه بدی، چون من یه بار شرط بندی کردم بخشیدم، ولی این بار باید جریمه بدی. البته بنده خدا گفته جریمه رو میذاره تو پاکت میفرسه. بفرست بیاد. مرسی. بگو. بگیر که بگی شهر کوروش، یعنی نوشته، یعنی نوشته اونجوریه، توجه میکنی؟ اون نوشته نوشته شهر حافظ، شما تلفظت میگی شهر حافظ. اون قسمتی که شما نشون میدی به مردم نوشته شهر کوروش، شما میگی شهر کوروش. چهار بار این اشتباه رو تکرار میکنی. من البته این ویکند همش مشغول هستم که بگرم اون تاریخ رو پیدا کنم و به ثابت کنم. دست نمی کشم که تا ثابت نکنم، ادول نمی کنم. حتی اگر شما پخش نکنی اینو، به خاطر اینکه خب آدم روش نمیشه پخش کنه، درسته؟ باور کن من پخش میکنم و من انقدر پررو هستم. پررویی نمیخواد، این یه مقداری نمیخوام حالا بگم والا منش باد باشی. اگه یه اشتباهی کردم، شما تو حالا چند بار دوستان دیدید من توی چیزا گفتم من اینو اشتباه کردم، اینو عوضی گفتم، تاریخ رو اشتباه کردم، اسمو عوضی گفتم، مکان رو تلفظش اشتباه کردم؟ آدم که نکشتم. تازه آدم اگه کشته باشم، اشتباه کرده باشم، میام میگم من معذرت میخوام. شب بود داشتم میرفتم، این آقا سیاه پوشیده بود تو خیابون، تصادف کردیم، حالا پاش شکسته، من 6 ماه میبرمش توالت تا پاش خوب بشه. چه اشکالی داره؟ شما بفرست، شما به حرفت عمل کن، بعد ببین که سوربی هم عمل میکنه، بعد این اختلاف ها از بین میره. بعد میگی بابا این سوربی فرق میکنه با این پدر سوخته ها، با اونی که براتون یه چیزی نشون میدم. این ماجرای دکتر محیط رو من نمیتونم بخونم. یه نفره به من میگه آقا فرستاده که اینو نشون بده بخون، شما که انگلیسی بلدی. گفتم بابا جون این، شما ببین، من نگاه میکنم دوستانی که بعد انگلیسی بلدن، اینو خودتون تو صفحه تو فریز کنید، نگه دارید، بخونید، ببینید چی نوشته، که توضیح میده چگونه آقای دکتر محیط ماساژ داده فلان جای خانومه رو، بعدم فلانشو چجوری کرده تو فلان جای فلانی، بعدم بدون رضایت اون مریضه بوده. اینو برام اون هایلایت هم کرده فرستاده طرف. میگم آقا خب من اینو به فارسی بخونم که ملت که نمیدونن بابا این حکم دادگاه و حکم نظام پزشکی آمریکاست، از زبون من میشنون. ولی دیدی الان من نشون دادم جمشید جان، یه بار دیگه هم نشون بدم؟ چشم، این جمشید میگه یه بار دیگه نشون بده. بفهم، برید بخونید. 14 آگست 1990 during a pelvic examination. من نمیدونم pelvic examination of a patient، لابد یه چیزای زنونه است، این اصطلاحات طبی رو من نمیدونم، ولی ایشون دکتر متخصص زنان بوده و به جایی که کارش رو انجام بده اون ذات اصلیش رو نشون داده، فلان جای خانم رو ماساژ داده، فلان جای خودش رو کرده تو فلان جای اون. خب من که اینجوری برنامه فلان جا فلان جا که نمیشه که، اینه که ما میذاریم اونجا، مدرکه رو میذاریم، لینکش هم گذاشتیم، اون طرف هم $10 رو داده، این میرن دنبالش نگاه میکنه. خب بفرمایید حالا شما کجا بودیم، چی داشتیم میگفتیم؟ خدایا این آقای جمشید، بگو جمشید شما کسی دیگران رو متهم میکنه، بعد میبینه ایداد بیداد، این اتهام برمیگرده به خودش، اشتباه تر به خودش هست،
روش نمیشه که دیگه. حالا جلوی خود آدم خجالت میشه نداره. امتحان کن. اما جلوی 500 نفر که آدم نمیتونه امتحان خجالت بکشه. مجبوره که ماشمالی کنه دیگه. ما 500 تا بیشتر بیننده داریم. 8500 تا فقط روی فیسبوک مردم تیویه. روی صفحه تلویزیون مردم نمیدونم چند تاست. روی صفحه شخصی خودم بیش از 5000 تا. روی ایمیل شخصیم بیش از 3000 تا. ولی همین 500 تایی هم که شما میگی امتحان کن یه بار. شما چند بار یه چیزی رو به من گفتی من نشون ندادم؟ یه بار امتحان کن. میگه صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. شما یادته به من گفتی من وقتی میگم درود شما ناراحت میشی، به همین خاطر من میگم سلام. خدا آقای چه مزخرفی میگی؟ من خیلی از دوستام آقای یزدان خداوند رو الان را 10 دقیقه دیگه 14 دقیقه دیگه میاد میگه درود، ولی یقشو میگیرم میگم شما یکی که میگی درود به کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک باور دارید، این چیه مینویسی آقا این گوساله رو انداختم بیرون؟ قرار فقط به خودیاتون گفتار نیک داشته باشید؟ قرار فقط درباره پدر و مادر و فامیل درجهتون پندار نیک داشته باشید؟ خب این که همه دارن. اونی که اینو گفته گفته بابا، اون سعدی باز مثل که میگه با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، یا با دوست یکی از این. خب این الان یادم نیست که قسمت اولیشه یا قسمت دومیشه که چیه این دو حرف است، با دوستان مدارا، با دشمنان مروت. احتمالا این درسته، با دوستان مدارا، که من اینو باید بیشتر تمرین کنم. با اشتون باید مهربون تر باشم، با شما باید مهربون تر باشم، مدارا کنیم، کامپرمایز، کوتاه بیان. با دشمنان مروت داشته باشیم، فیر باشیم، قانونمند باشیم، عدالت داشته باشیم. بفرمایید شما امتحان کنید، بعدم هفته آینده وقت فرستادی من پخش کردم، بعد معلوم میشه که شعر بوده یا شعر بوده، یا من از شما عذر میخوام یا شما از من میخواید، یا من میرم یه کلاس اکابر سواد میخونم یا شما میری دکتر گوش. بفرمایید شوفو دست خودش هست، مثل همون جریان آقای حسن فریدون یا به قول شما رو. آها گوش کنید دوستان، نگاه کنید اینجا، شوفو دست خودش هست، مثل همون جریان آقای حسن فریدون یا به قول شما روحانی. آقا به قول من روحانی مثلا مثل این میمونه که من سنم از شما زیادتره، این روحانی هم مثلا تو کوچه ما بزرگ شده، بعد من آمدم گفتم دوستان این اسمش حسن فریدون نیست، حسن روحانی. این بی پدر و مادر من چه میشناسم کی بوده کی نبوده، فقط میدونم همون کسی که تمام این 20 سال گذشته تمام این قمپوز در کردن ها، دروغ گفتن های دولت ایران، حکومت ایران، این توش بوده، نقش اول داشته، بعدن آمده گفته نه 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 من کلید آوردم براتون. من چی کار دارم؟ به من چه که فامیلیش حسن فریدون باشه یا حسن روحانی باشه یا چون روح و روان یکی است حسن روانی باشه. چرا اینجوری میگی به من؟ اینم شد همون ماجرای سلام و درود. چرا مدارا نمی کنی با دوستانه؟ به من چه؟ آم انسان حسن روحانی، من میخونم حسن روحانی. شما بنویس حسن فریدون رئیس جمهور ایران، من میخونم حسن فریدون، میخونم حسن فریدون. و ملت ممکنه ندونن این حسن فریدونه. اگه جایی شما مقاله نوشتی باید بنویسی حسن فریدون که اسمش را عوض کرده حسن روحانی. ولی اونایی که یه مقداری آگاه هستن حالا بگن حسن روحانی هم. نه این به فامیلیش روحانیت بهش دست داده، نه خوب شده. این همون چیزی که بوده هست، همون سوء استفاده کنی که بوده هست، همون دروغگویی که بوده هست. ولی این که به قول شما یعنی چی؟ چرا آخه اینجوری به دوستات بی احترام میکنی؟ یعنی چی؟ چه هدفی من دارم که اینی که فریدونه به قول ما چند بار من تو برنامه‌ام اسم این آوردم؟ امروز که شما زنگ زدی ما باعث شد 20 بار بگیم روحانی. بفرمایید نکنم چی جمشید جان، با ما به از آن باش که با خلق خدایی، ما ز یاران چشم یاری داشتیم. بفرمایید که میگه وقتی پول، قدرت، اسلحه همه چی در اختیار باشه آدم به فساد کشته میشه. این یه واقعیته. شما میکروفون در اختیار شماست، تلویزیون مردم در اختیار شماست، هر کی بخواد از قول من میگی که من نگفتم، هر کی هم که دلت بخواد گوش میذاری، بعدم پخش میکنه میگه من اینو گفتم، بدونی که به من ثابت کنی یا به دیگران ثابت کنی که من اینو گفتم. یه تقاضا داشتم فقط، اگر پخش میکنی میخواستم که
آدرسی، آدرس ایمیلی، تلفنی از آقای علی شیرازی و اون آقای مهرداد کالیفرنیا داشته باشم. دلیلش اینه که یک مطلبی رو در این یارو ماهنامه بیداری که شماره 87 بود، یک مقاله‌ای رو در ارتباط با آقای دکتر محمد علی مرآسا از سوی امضا کننده علی شیرازی بود، اگر همون بود این من رو نظر منو جلب کرد که باش اول پرسی داشته باشم، اگر اشکال نداره. ممنونم، خدا نگهدار. من ممنونم از شما. سیستم کار من اینجا اینجوریه، اگر یه نفر شماره تلفن و ایمیلش رو توی برنامه ها نگفته باشه، اعلام نکرده باشه، نخواد، من این رو همونجوری که گفتم بهش احترام میذارم، پخش نمی کنم. اگر یکی مثل شما میخواد، اولا این علی شیرازی، علی شیرازی فامیلیش چیز دیگه است، من چون ایشون رو میشناسم و به من گفته که شیراز و حتی فامیلای ما رو هم میشناسه و اینها، ما به هم میگیم علی شیرازی، ولی فامیلیش چیز دیگه است و احتمالاً اون نویسنده اگر فامیلیش شیرازی باشه این آقا نیست. این یک. مرداد هم نگفتی چه کارش دادی، مرداد کالیفرنیا که مجاهده. من این کار کردم، برای هر دوی این دوستان نوشتم که دوستمون آقای جمشید، حتی فامیلم شما چون تو ایمیل نوشته بودی نوشتم آقای جمشید، فامیلش هم اینجوری. ضمناً اگه شما قبل از فامیل دیگه پوری هم داشته باشی، ممکنه فامیل ما هم باشی، حالا چه تهران چه شیراز، چون فامیل شما به اضافه یه پور قبلش اونا هم فامیل ما هستن. بمانه، من برای این دوتا فرستادم ایمیل و احتمال زیاد این دو نفر اگر بخوان به شما تماس میگیرن، ولی آقای شیرازی که ما میگیم اون فامیلیه که شما میگی نیست، این یکی دیگه است، ولی اگه بخواد میتونه تماس بگیره. من این کار رو انجام بدم و بگو ببینیم با مرداد کالیفرنیا میخوای چه کار کنی. یه وقت خدا این نکرده، ببخشید اینجوری رک بهت حرف میزنم، یه وقت کل خشک نشده باشی، احمق نشده باشی، بخوای بری حالا به مجاهدین بپیوندی، اینا که اونجا موندن چی کار کردن که حالا شما میخوای بلنشی از کالیفرنیا، سانتا مونیکا گفتی جای قشنگ، بلنشی بری اونجا. تازه اگه مرداد حرفش حرف بود خودش بلند میشد میرفت عراق، اگه آقای فیلابی حرفش حرف بود نمیگو خاک تو سر ما، ما که مجاهد نیستیم، ما فقط هوا داریم. این هوادار یعنی ما پرچمیم، از این ور هوا میاد اینجوری میکنیم، از اون ور هوا میاد اینجوری میکنیم، از اون ور هوا بیا اینجوری میکنیم، به این میگن هوادار. و الا اون شعره چی بود میگفت؟ مردار بود هران که او را نکشند. میگو اونایی که راستین دنبال یه چیزی هستن، این تروریست ها گور پدر و مادرشون. ولی وقتی طرف اینجوری با دو پشت عقیدش وایستده که حاضر خودشو به کشتن بده، بدبخت بیلمار سال 2001 این حرف رو زد، گفت شما ها نشستین تو خونتون هی به اینا میگین کاورد، بزدل، ترسو، شما ها ترسو نیستی که اینا رو با هر نوع بمبی میریم میبرید میکشید؟ الان من و شما نشستیم میگیم بابا دیگه نه فرودگاه سیفه، نه فروشگاه سیفه، نه بار، نه کلوب، نه هر چیزی، هر جایی که بگیم مسابقه دو بود تو بوستون سیف نیست، ولی خودمونو بزنیم جان اینا. طرف رفته عروسی، از اون بالا تق 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 زدن 70 نفر تو عروسی کشتن. خود آمریکایی‌ها دیوونه شدن. این پسر جوونه اون فیلمش هست که ویکی لیک داد بیرون، اول ارتش هی دروغ گفت، هی دروغ گفت، ویکی لیک فیلمه رو داد بیرون که اینا زدن دوتا خبرنگار رویترز رو کشتن. برید ببینید اینا هست عزیز من. الان سر همین ماجرای این پسره که حالا گی بوده، هم جنسگرا بوده، به ما چه؟ مال خودش بوده، بگه بده بگیری به ما چه؟ ولی اونجایی که پیام گذاشته، پیامش رو اف بی آی و اینا پخش نمی کنن، اونجا یه چیزی داره که به اینا میگه چرا اینا اینجوری شدن، ولی اونا اون چرا رو برای من شما نمیان بگن. چرا نمیگن؟ که ما بهشون نگیم بابا این کارا نکنید، به خاطر این کارهایی که شما کردید اینا این کارا رو میکنن. اونو به ما نمیگن. برید ببینید پیامه رو پخش نمیکنه. آقا اینا پابلیک اینفورمیشنه، هیچ چیز تاپ سیکرتی هم که نیست که. طرف یه دیوانه، یه جوان روانی افغانی بدبختی که نتونسته خودشو با زندگی اینجا تطبیق بده، رفته زده همه رو کشته. این چه چیز تاپ سیکرتی داره؟
ولی اون قسمتشی که رسوا میکنه از ماجراهای جورج بوش احمق و ادامه اوباما، اونو به من و شما نمیگن. در هر صورت اینا اون جایی هست که این ضرب‌المثلی که میگن باید ما بین خطوط رو بخونید اینجاست. من یه ساعت برنامه هر زدم هنوز به اینجا نرسیدیم. و این فصلنامه صحبت از ماهنامه بیداری کردیم، ما یه مدت تبلیغ بیداری رو هم میکردیم، ولی بنده خدا اون آقای اونم چیزمون هست، آقای لشگری همشهریمون هست، اونم میگه آقا پول نمیدن مردم چیکار کنیم. این فصلنامه Persian Heritage یا میراث ایرانیان سال 21 شماره 82 آمده بیرون. ممنونم از دکتر احکامی، این بنده خودم که میتونه به اصطلاح ادامه بده، برای که دکتری هست، دکتر متخصص، پول خوبی احتمالاً در میاره و اینها اون عشق و علاقه و پشنشون باعث میشه که از جیبشون خرج کنن بتونن یه فصلنامه، یه ماهنامه، یه چیزی صادر کنن. خب دو تا کتابم گذاشته بودم اینجا، درباره این کتابام بهتون بگم، تختی و ورزشکاران به روایت تصویر، که خیلی کتاب خوبیه، کتابایی که عکس زیاد داره من دوست دارم. ناآگاهی و پوسیدگی، سیری در نوشته های سید روح الله خمینی، کتاب نخست، کشف اسرار، و دکتر مرزبان توانگر. اینا رو من کسی خواست، گفتم من وقتی یه نفر یه 50 دلاری به حمایت کنه، خب یه کتاب میفرسیم، پول پست، وقت رفتن آمدن، ارزش خود کتاب است و الی آخر. اگه حالا دو تا سه تا بخواد، خب موقع مثلا 100 دلار بفرسته سه تا کتاب، ولی نمیدونم چی بگم. در اصل این ماجرای کتابم دوستمون با نیت خوب کمک کرد، ما هم اینجا داریم وقت میذاریم، ولی ما مثل اهل چیز فروشی نیستیم، حالا از مواد مخدر گرفت تا هر چیز دیگه‌ای که بگی، مثل که اونای دیگه بهتر میفروشن کتاب و چیزای دیگه. بماند، ساعت 2:58 است. اجازه بدید بریم سراغ آقای یزدان خدابندلو. من برای یزدان خدابندلو وقتی که می‌نویسم یزدان پاک. بله، ایشون هم الان آمدن روی فیسبوک و الان چند هفته است که قبل از روی اسکایپ، قبل از اینکه بیان روی اسکایپ، کامپیوتر رو خاموش روشن میکنن. اون مشکلی هم که داشتیم که تصویر ویدیویشون بلری میشد، یعنی تیره میشد، شفاف نبود، اون رو ایشون حل کردن. حالا اگه یکم فقط یه نور زیادتری جلوشون روشن کنن که از اون قرمزی در بیاد دیگه چه شود. بله، ما اینجا ببینیم هستن ایشون. آقای یزدان خدابندلو، سلام به شما. اگه لطف کنید یک چراغ جلویتون روشن کنید، داشت الان اینو میگفتم، چون شما صورتتون قرمز میشه اینجوری، دوستان خیلی ها شکایت کردن. یه تلویزیون رو خوب نمیبینم. اوکی، خب هر جور شما راحتید دیگه، پس دوستان باید بسازن. راحت نمیتونم ببینم و اذیت میشه، ولی میتونستم اینو مثلا ببینی، همینطوری یه ذره دامنشو بالا ببرم، میفته به چشمم. این هستش که اینو خیلی چیزش کردن. حالا من بعدن بهتون یه پیشنهاد میکنم، به جای یه چراغ مستقیم، دو تا چراغ چپ و راستتون اگه باشه به طرفای چیز. الان نمیخواد، الان نمیخواد آقای خدابنده رو. دوستان بهتون بگم برای فیلم برداری ملاحظه کنید، اینو من تهیه کردم که این بالا نصبش کنم، ببینید چراغ ها چیز داره که اینا رو میشه کنترل کرد. به این برابر اینو میخوام بگذارم. بسیار خوب، به اینا میگن اسپات لایت. بله، این خوبه، اونایی که برای چیز استفاده میکنن به اصطلاح. چه چیزی رو خریدم و تا فرصت نمیکنم که این بالا نصبش کنم. از بس شما روی فیسبوک هستین و به دوستان دارید دعوا میکنید، فرصت نمیکنید اونجا برید. گوشی داشته باشید. من به دوستان هم گفتم که با شما خواهیم بود و اجازه بدید که من این برنامه رو اینجوری شروع کنم که بتونیم بعداً قسمت دومش رو اختصاص بدیم به خود شما. دوستان عزیز، از چند هفته پیش ما شروع کردیم برنامه‌های آقای یزدان خدابندلو رو مستقل روی فیسبوک میذاریم و شما کافیه که در گوگل اسم ایشون رو، که با وجودی که اسم یونیکی هست و خیلی طولانیه، ولی خیلی ساده است،
همینجوری که میگید یزدان فاصله خدا بنده لو، هیچی هم اشتباه نمیشه بنویسید، یعنی از این نداره که مثلا بگیم با سات بنویس با سین بنویس ولا. در صورت اونو که بنویسید ویدیوهای ایشون میاد، سعی میکنم از امروز اسم ایشون رو حتی به فارسی هم توی قسمت تگ بنویسم که اگر دوستانی از ایران یا جاهای دیگه هستن که کامپیوترهاشون فقط کیبورد فارسی داره، اونها هم بتونن ببینن. پس اجازه بدید یکم مکس کنم، بعد از کمی مکس با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود. آقای خدابندلو سلام به شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هستید. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده، و شما دنباله اون بحثی رو که پیش گرفته بودید در بر دو جلسه گذشته اگه اشتباه نکنم اسلام شناسی، در مورد اون میخواین صحبت کنید، ولی سوالاتی هم هست. یکی از اون سوالها راجع به مانی است. اجازه بدید من این رو بیارم و بخونم. ضمناً من چون در قسمت اول برنامه اسم شما رو بردم و گفتم که خود منم یه سوالی دارم، من میخوام واقعا یه سوال تکنیکی کنم، مخصوصا شما چون میبینم میگید درود بر شما، این ماجرای درود، این ماجرای گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، این فقط مخصوص دوستان و فامیل باید باشه یا این رو به ما آموزش میدن که در رفتار با دیگران، مخصوصا با اونایی که مخالف ما هستن، مخصوصا با اونایی که دشمنانمون هستن ازش استفاده کنیم؟ این سوال منه، این رو صحبت کنید، بعد به اون بپردازید، بعدم در رابطه با مانی اگه میخواین الان بپرسم، اگه نه در حین برنامه. درود بر شما آقای سوربی و شنوندگان و بینندگان شما. بسیار خوب، ابتدا درباره همین درود یا کلمات مشابهی که بعد از انقلاب یواش یواش در گفتمان عمومی و در گویش مردم داره رایج میشه، همه اینها در اون جدول رنسانس ایرانی قرار میگیره. ما میدونیم که بعد از انقلاب با روی کار آوردن این نهاد دیانت اسلامی به وساطت ملا و مجلاها، تصمیم گرفت ملت ایران این تکلیف نهاد دیانت اسلامی رو جمع کنه. طبیعتاً یک بخش عملیش این استش که خب تکلیف ملا رو روشن کنن و این نهاد رژیم اسلامی رو، و در بخش فرهنگیش باید بپردازن به تمام اون عواملی که در 1400 سال اخیر که این اسلام بر جامعه ما حاکم شد، اینا رو از فرهنگ ایران زمین پاک کنند. در این زمینه به اون گفتمان هایی که آقای چیز میکنه، من یه روزی اگر اون برنامه در چه اشتراک گذاری چیز شما باز بود، یه سلسله برنامه هایی از این رو میگذاشتم که در این زمینه داره فعالیت میکنه و در بخش فرهنگیش. ما نمیتونیم این اسلام رو، این ملاها رو کنار بگذاریم، اما با نهاد دیانت اسلامی و اون فرهنگ اسلامی حاکم شده بر سرزمین ما کاری نداشته باشیم. یکی مشکلات ما هم همین استش که من بارها اشاره کردم، این پابسن گذاردگان ما هنوز بیجا نیوردن که یک ملت نهاد سلطنت رو بساطش جمع برچید، به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد و بلافاصله اومد سراغ نهاد دیانت اسلامی. این ملت عاشق چشم ابروی ملاها نبودن، اما خواستن با آوردن اونها روی کار دو تا هدف داشتن. یکی این که در زدن نهاد سلطنت اون مزاحمت های عصر انقلاب مشروطه رو به وجود نیارن و چوب لای چرخ ملت نگذارن، و هدف دومشان این بود که بعد از برچیدن نهاد سلطنت گریبان خود این ملاها و مکلاها رو بگیرن که اون نهاد دیانت اسلامی رو بساطش برچینن. و طبیعتاً در این راستا خب ملت ایران داره همکاری میکنه و در بخش فرهنگیش که به عهده این پاپسن گذارده ها هستش که سوادی دارن و تجربه هایی در تاریخ دارن و مطالعاتی دارن، اینا متاسفانه خوب همکاری نمی کنن، یه تعداد محدودی هست.
به این خاطر هستش که مثلا الان ما به جای سلام درود میکنیم و برای خداحافظی بدرود میکنیم. هیچ اشکالی نداره که فارسی هستن. حالا اون سلام را اگر ریشه‌اشو بررسی کنی شاید اصلا عربی نباشه، خودش فارسی باشه. یعنی در این بخشی. خب اگه اجازه بدین من یکی دو تا همون توی این صحبت شما، شما میگید که مردم بعد از انقلاب تصمیم گرفتن، به نظر من اصلا مردم نبودن. دوم این که شما اسم اون آقایی رو که میگین منظورتون آقای شاهین نژاد هست؟ نه خیر اون که خیلی سلطنت طلب هستش و خیلی چیز هستش. آقای دیگه دکتر چیزیه که در فرانسه هستش. اتفاقا همین چند روز پیشم من یکی از این سری گفتارهاش رو اینجا اشتراک گذاری کرده بود. بله آخه مثلا اون رنسانس ایرانی که الان خودشون هم حتی سر اون دعوا دارن، یا یک چیز مجلد خیلی کوتاهی هست که نوشته که پارسی صحبت کنیم، پارسی را پاس داریم، اونم اومده مثلا نوشته عکس میشه فرتور، نمیدونم سلام میشه درود، خداحافظ میشه بدرود، بعد من باید اینو بذارم تو جیبم وقتی میخوام با شما صحبت کنم، عین اینکه با یه خارجی میخوام صحبت کنم و بگم مثلا مثل ما که میرسیم به آلمانی میگیم این شوری منزی سب کن تو من یک کلمه پیدا کنم، باید به شما بگم ببخشید آقا چون شما گفتید درود بذارم ببینم به شما بگم عکس شماره 4 یا بگم فردی. به نظر من این فاصله ایجاد کرده. ضمناً مگه آخوندا که آمدن به قول شما یا به قول دوستان دیگه پادشاهی 7000 ساله و 2500 ساله رو برهم ریختند و فرو پاشیدن، مگه اومدن قبلش با مردم گفتن حالا بیاین به جای سلام بگید سلام علیکم؟ آمدن با همون زبان مردمی که صحبت میکردن صحبت کردن، ولی حرفی رو زدن که دل مردم میخواست اون حرف رو بشنوه. من فکر میکنم ما حرفی رو نداریم که دل مردم میخواد بشنوه. همین که شما میگید امروز یه خواننده‌ای که خال کوفته تمام بدنش و خودش لباس پوشیدنش اصلا مورد بحث و گفتگوه، یا آقای جوانی آمده به خانم‌ها توی ایران فحش داده که چرا اینها تو ماه مبارک رمضان اینجوری لباس میپوشن که منی که میخوام تمیز باشم. اولا این موجود پسفترت آقای امیر تطلو یا تطلو یا هم چیزی، این انقدر کثیف و پلیده و نمیدونم چجوری حالا میخواد فقط تو این ماه تمیز باشه. خب این نمیخونه، اینجا به مردم میگه درود، اینجا میاد شعرهای اینجوری میخونه، بعد با دوستش تو ماشین بودن گویا وایساده فوش داده به تمام زنای ایرانی که الان یه حرکتی را افتاده توی به اصطلاح اینترنت و اینها. در اصل این نظر منه. من فکر نمیکنم مردم جایی آمده باشن صحبت کرده باشن که بله ما راه مقابلمون با اینها و رنسانس ایرانی اینه که ما بشینیم حالا پارسی را پاس بداریم و از اول صحبت کردن رو یاد بگیریم. خب من از شما سوال میکنم که مردم بیمار بودن که بساط سلطنت رو برچیدن؟ نه من که دارم با شما تا اون قسمت هم عقیده هستم. شما میگید که ملاها بودن. نه خیر، ملت ایران آهنگ ناقوس برچیدن نهاد سلطنت از انقلاب مشروطه نواخته شده بود. منطقه اون موقع بازوی اجرایش ملت نداشت که در این طول 57 سال سلطنت پهلوی اول و دوم به تدریج با مهاجرت روستاییان به طرف شهرها و اون حلبی آبادها رو تشکیل دادن، یه ملت یه جماعت ناراضی در ابعاد میلیونی به وجود اومد و همین تبدیل شد به بازوی اجرایی و نیروی ترقی‌خواه این بازوی اجرایی رو. شما در نظر بگیرید قبل از انقلاب از چپ تا راست همه متحد شده بودن که سلطنت بزنن. این یه چیزی هستش که به فرمان خرد جمعی ما صورت گرفت. من نمیتونم بیام بگم. چرا میگم خرد جمعی؟ به خاطر اینه که نمیتونم نهاد یا فردی رو نام ببرم بگم آها این آقا یا اون نهاد بود که این کارا رو کرد. نه، به فرمان خرد جمعی صورت گرفت. از چپ تا راست متحد شدیم، سلطنت زدیم، بلافاصله نظام جمهوری اعلام کردیم. متا در اون موقع ما ابزارهایی که مثل مثلا احزاب مستقل که برای اداره جامعه مدرن ضرورت داره، بعد روزنامه‌نگاران آگاه و طبقه متوسطه آگاه به امور سیاست، اینا رو نداشتیم و در عوض ملاها همه چیز داشتن. شبکه مسجدها رو داشتن، 250 تا 200 هزار نفر ملا و مکلا پراکنده در سطح کشور رو در اختیار داشتن و تونستن که این قدرت سیاسی رو قبضه بکنن و اون نهاد جمهوریش رو پالون اسلامیش بکنن. الان تلاش ما در این رنسانس فرهنگی
این استش که اون پالون اسلامیشو بتونیم از دوش جمهوریت برداریم که چرخهای جمهوری در انتخابات صحیح برای گزیدن شخصیت‌های در از چیز شخصیت‌های به صدای جمهور و صدای پارلمان و اینا بهتر بچرخه عمل بکنه. اینو بهش میگن رنسانس ایرانی. و در این عالم توجه داشته باشه این رنسانس ایرانی یعنی این دیگرسان نگری حدیده نیست که در ظرف یه سال دو سال صورت بگیره. در اروپا رنسانس وقتی که صورت گرفت ابتدا با مارتین لوتر آغاز شد، یعنی اینه که رفرمی در مذهب صورت گرفت، تکلیف مذهب روشن کردن، تکلیف ملاها آخوندها چیز اون کشیشها رو روشن کردن و سپس 200 سال طول کشید که انقلابی صورت گرفت، ناپلئون رو یارو کردن اومدن و تمام سد اروپا رو ملشکر کشید تا نزدیکای مسکو رفت اونجا و فئودالیسم رو از میان برداشت. همه اینها رو به مدد اون بورژوازی شهرهای بزرگ صورت گرفت و تا به امروز هم قدرت سیاسی رو در اختیار داره، در صورتی که ما هیچی رو نداریم. من نه طبقه متوسط آگاه به امور سیاست داریم، نه یک شهروند آگاه داریم. اکثر این شهروندهایی که الان در تهران و شهرهای بزرگ متراکم شدن نیمه روستایی نیمه شهری هستند و طبیعتا ما از این جماعت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که موازین رنسانس رو به خوبی بتونن انجام بدن، ولی دارن هر کس به نسبت بضاعت فکریش داره یک کاری رو میکنه. این وظیفه پاپسن گذاردگان ما بود که خط رو باید بتونن بدن، تاریخ گذشته رو بتونن بخونن، همه اینا رو مطالعه بکنن و بعد بتونن جوانان رو در عمل تحریک کنن که چه باید بکنن. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز، شما هم میتونید نظرات خودتون رو یا مستقیما با آقای یزدان خدابنده رو از طریق فیسبوکشون یا از طریق ایمیلی که مینویسم یا اگه براتون مشکل هست با من هم میتونید تماس بگیرید، من برای ایشون میفرستم. و سوال در برنامه قبلی شما در رابطه با مانی صحبت کردید و گفتید که این دیانت مانوی به اصطلاح اجزاء دینش رو از آیین زرتشتی، مسیحی، بودایی. خب سوال اینجاست که حالا زرتشت همونجا بوده و تو همون منطقه بوده، مسیح هم میگیم که آشنایی داشته و اینها، این ماجرای بودا از کجا به اصطلاح به فکر مانی رسیده؟ مگر او به هندوستان رفته بوده؟ این سوالی هست که دوستان میپرسن. آفرین، بسیار سوال جالبیه. خب ما باید به این سوال یه سوال دیگر هم اضافه بکنیم، مانی مگر به هندوستان سفر کرده بود؟ مانی به هندوستان سفر نکرده بود، اما این تفکر بودایی سرکلش کجا پیدا شد که این در دیانت خودش اومد به کار بگیره و خواسته چه بکنه؟ اگه اجازه بدید یه تصویری من برای شما ارسال کردم درباره اون امپراتوری ماوریان. بله بله، اگه اونو نشون بدی من درباره شاهنشاهی ماوریان صحبت میکنم و سپس کوتاه و فشرده میپردازم به اون پیرامون زندگی آشوکا که یکی از مقتدرترین سلاطین هندوستان بود. بله، این تصویرها 6 تا هست. یکیش نوشته که بت الله کشف شده در نبتیه اردن. بله آشوکا، بله اینو این آره. این تصویر رو بعداً بهش میپردازم که میخوام نشون بدم که این تصویر این بت الله رو هم در اردن چیز کرده که حالا اومدن گفتن تو مکه هستش، تو مکه نبوده، تو اردن بوده. بله. اینو من توی همین متن اسلام شناسی بهش میپردازم. اوکی، الان دارم آشوکا امپراتور هند رو نشون میده. بله، حالا من کوتاه به این مسئله اشاره میکنم. شاهنشاهی ماوریان، فرمان روایی ماوریان در افغانستان در سال 305 پیش از میلاد، یعنی در زمان اون سلوکیان و بعدا اون اشکانیان، در سال 305 پیش از میلاد در استانهای جلال آباد، غزنه، قندهار و بست ظهور و سرانجام در 185 قبل از گاه شماری مسیحی سقوط کرد. سنگ نگاری دو زبانه یونانی، اون سنگنگاره دو زبانه یونانی رو اگر نشون بدی خوب میشه. سنگنگاره دو زبانه یونانی آرامی که در قندهار کشف شده یکی از 38 ستون فرامین صخره‌ای به فرمان آشوکا سلطان مقتدر شبه قاره هند است که در
262 پیش از میلاد به نگارش در آمده و در موزه ملی افغانستان در کابل هم اکنون نگهداری می شود. در سال 304 پیش از میلاد جانشینان اسکندر مقدونی که بر سر لاشه متصرفاتش در مدیترانه، نه در اون بخش سلوکی که ایران رو گرفته بود، در بخش مدیترانه با احتیاط در جنگ بودند، دولتی نیرومند در هند به رهبری چندرا کوپتا ماوریا تأسیس شد که قلمرو فرمانروایی‌اش به سوی شمال غربی تا استانهای جنوب هندوکش افغانستان امروزی گسترش یافت. مقتدرترین فرمانروای ایشان آشوکا بود و دین بودا در زمان این شاه هراس‌انگیز از شبه قاره هند توسط مبلغینش از شمال غربی تا کشمیر، قندهار و کابل گسترش یافت و به تدریج به سواحل آمودریا رسید و در کنار دیانت زرتشتی به آیین نافذ مبدل گردید. و توجه داشته باشید که این آقای مانی نقاش خیلی خوبی هم بوده و در اون بدخشان و اون طرف ها در مرو و بلخ و اونجا ها یه جایی یافت شده که نقاشی های مانی در اونجا هست. بنابراین نشون میده که در اون آخرین دوره های چیز ساسانی یه همچین آدمی در اونجا ها بوده. خب مبدل کردید و سرانجام در کرانه های فلات ایران باز ایستاد. وسعت قلمروی هخامنشیان و لزوم برقراری امنیت و اداری امپراتوری ساختن راه های شسته و وسایل حمل و نقل را ایجاب میکرد. فرزندان هخامنش راه شاهی را وسعت داده و کابل امروزی را به شهرهای مختلف در پنجاب و دشت گنگ یا گونگ وصل کردند که سبب ساز گسترش بازرگانی، هنر، رونق معماری و بناهایی به سبک بودایی که هنوز در شرق افغانستان به چشم می‌خورد شدند و در سالهای 305 تا 185 پیش از میلاد ماوریان بر جنوب هندوکش افغانستان فرمان روایی میکردن و یونانی ها در سرزمین باختر در بلخ امروزی تحت عنوان سلوکی ها حضور داشتن و در سالهای 272 تا 332 پیش از میلاد آشوکا فرزند چندراگوپتا شبه قاره هند را پس از نبردی خونین به اطاعت خود درآورد و در راستای ادغام دین و دولت به آیین بودا گرویید و این دیانت را در سرتاسر قلمرو فرمانروایی خود گسترش داد و احکام مذهب بودایی را در قالب کتیبه های آشوکایی منتشر کرد و این سنگ‌نگاره ها به امر امپراتور آشوکا در سرتاسر شاهنشاهی ماوریا از هند تا افغانستان منتشر می شود. سنگ نوشته های دو زبانه یونانی و آرامی که زبان رسمی هخامنشیان بوده کشف شده در قندهار و لقمان به دوران فرمانروایی آشوکا برمیگردد که این و در این تصویرم که امپراتوری ماوران نشون میدیم میبینیم که از هند در اونجا اینجا رو گرفته بعد اومده طرف ایران و با ایران هم مرز شده. بنابراین این تفکر بودایی از 2200 سال پیش 2200 سال پیش در جوار ما حضور داشته و مانی طبیعتا متأثر از این افکار بوده. حالا اون سنگ نوشته ها هم که کتیبه هایی هم که به زبان دو چیز یونانی و به آرامی و خط میخی که تقلید از هخامنشیان بود در همه جا پراکنده بود و طبیعتاً اثر می‌ذاشت روی ساکنان منطقه، روی افکار ساکنان منطقه. خب پیرامون زندگی آشوکا، حالا ببینیم این آشوکا کی بود. آشوکا دودمان موریا حدود 205 سال پیش از بودا به بوداییسم و مازو و آموزه‌های آن باورمند و زندگی خود را وقف گسترش آن نمود. موریان به احتمال زیاد از سکاهای ایرانی تبار بودند که از شمال به هند کوچیدند و آشوکا از سال 273 تا 232 پیش از میلاد فرمانروایی کرد و پسر بیندو ساره از شاهان موریایی بود و بر بخش بزرگ شبه قاره هند، بخش‌های از افغانستان، بنگال و جنوب گوای فرمان راند
نام آشوکا از دو بخش آ و شوکا ساخته شده که در سانسکریت به معنای بی اندوه است. او در جوانی خوی خشن داشت و به آشوکای درنده معروف بود و به تدریج خوی حیوانی او معتدل و به مکتب بودا گروید و به بودا باوری مهرورز تبدیل شد. کوشش های آشوکا کمک فراوانی به گسترش دیانت بودا نمود. آشوکا تحت تاثیر سنگ نوشته های شاهان هخامنشی و با الهام از آنها دستور میداد تا فرامین را بر سنگ ها و ستون های درون غارها حک کنند. سنگ نگاره ها، ستون نوشته ها و غار نوشته های وی در بیش از 30 جایگاه در هند، نپال، پاکستان و افغانستان بر جای مانده. آشوکا کارگزاران خود را به دادگری فرمان میداد و زندانیان را آزاد. کشتار جانوران را محدود، برای مردم و جانوران اهلی درمانگاه ساخت. رسم صدقه دادن و برآوردن نیازهای محرومان از ابتکارات اوست. توجه داشته باشید که در دیانت اسلامی هم صدقه دادن رواج پیدا کرده، متأثر از همین دیانت بودایی است. ابتکارات اوست. به دیدار مردم میرفت، به دستور و گیاهان و درختان و دارویی را گرد آورده و در هند میکاشتند و در هر مکانی چاه آب حفر کرد. سر هر چاه آبگیر ساختند و مبلغانی برای تبلیغ دین بودایی به ایران، سریلانکا، سوماترا و یونان فرستاد. خب در نظر بگیرید که خب مانی هم به عنوان فردی که میاد اون دیانت رو مینویسه و میخواسته که به اصطلاح با اون طرحی به فکر خودش نوعی که در میاندازه، خب از این تفکراتی که در این منطقه حاکم بوده یه مقداری از این، یه مقداری از اون و مقداری دیگه از اون یکی اخذ کرده و اون دیانت مانوی رو سرهم کرده بود. خب حالا اگر سوالی ندارید من بپردازم به بخش دوم اسلام شناسی. من سوالی ندارم ولی یکی از دوستان به نام پیام نوشته حالا دیگه بودا هم ایرانی شد. البته من نمیدونم، شما نگفتید بودا ایرانی بوده، گفتید که اون موقع چون نفوذ داشته همه جا به اصطلاح مانی هم، ولی این دوستمون اینجوری برداشت کرده. خب اشکالی نداره، هر کس میتونه برداشت بکنه، ولی باید تحقیق کرد. یعنی تو این متن‌های جدید، کتاب‌های جدیدی که داره در میاد بیرون، ما باید بیشتر دقت بکنیم ببینیم که ریشه ها در کجا هستن. شما در نظر بگیرید این کتاب رو ببینید، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، اومستد، ببینید اینو دیده میشه. در اینجا اومستد توضیح میده که اون یونانی ها وقتی که با اسکندر اومدن ایران و تفکر یونانی معاوی در ایران مود شد، آنچنان هم درست نیست. چرا که این یونانی ها وقتی که اومدن در ایران در کلونی های خودشون مثل سربازخونه ها در حاشیه شهرها زندگی میکردن و زیاد هم با اهالی منطقه آمیزش نداشتن و به تعبد از نظر عددی هم آنچنان رقم بالایی نبودن که بتونن بر اون فرهنگ کهنسال ایران تأثیر بگذارن. در نتیجه بیشتر اونا ایرانیزه شدن تا ما بیاییم ما یونانیزه بشیم. بعد یه سوالی هم که قبلا کرده بودید که گفتید اسکندر با 4-5 هزار نفر چیز بکنید. ببینید این اطلس تاریخ جمعیت جهان رو، این کتاب رو میبینید؟ بله بله. دیگه میشه یکم ببرینش پایین‌تر یه ذره. آها همینجا خوب، همینجا اوکی. اطلس تاریخی جمعیت جهان. بله جمعیت جهان. در اینجا در این صفحه شما پیدا کردم برای شما میخونم، یه 2 دقیقه 3 دقیقه میکشه. نمودار بران جهان کهن، توزیع جمعیت در 400 قبل از میلاد. در 400 قبل از میلاد که میشه همون 2500 سال پیش. بله 2500 سال پیش در زمان مثلا توجه به هخامنشیان به یونان. بله. امپراتوری مقدونی در اروپا داخل بنادر یونان
3 میلیون نفر. در آفریقا مصر که شاملش هم که میشه 3.5 میلیون نفر بودن. کل آفریقا به اون بزرگی در 2500 سال پیش 3.5 میلیون نفر جمعیت داشته. و در خاور نزدیک یا همین این خاور میانه ما منهای عربستان، عربستان هم هنوز هم 20 میلیون جمعیت بیشتر نداره، منهای عربستان 12 میلیون نفر جمعیت داشته. کل خاور میانه به پهنه فلات ایران 12 میلیون جمعیت داشته، که از این 12 میلیون 6-7 میلیونش متعلق به ایران بوده، بقیه هم جای دیگه. در آسیای مرکزی و هند، در آسیای مرکزی و هند دقت کنید، یعنی اون طرف های مغولستان و اونجاها و هند 1.5 میلیون جمعیت بوده. بعدها هند میاد تولید رو میبره بالا که رسوده الان به 1.3 میلیارد. پس بنابراین در مثلا در نظر بگیرید 3000 سال پیش 2500 سال پیش جمعیت جهان آنقدر زیاد نبوده که پدر اسکندر بتونه اسکندر رو با یه سپاه بسیج کنه و 300000 نفر در اختیارش قرار بده. خب لوجستیک اینا از کجا می آوردن؟ آقای خداوندلو، یکی از دوستان نوشته که آقای خداوندلو میگه که یونانی ها فرهنگ والایی نداشتن، شما یک فیلسوف زمان هخامنش به من بگو من 10 تا یونانی برای شما نام میبرم. من کی گفتم یونانی ها فرهنگ والایی نداشتن؟ بله خب خودی حرفایی هستش که خودشون در میارن. اتفاقا یونانی ها قبل از اینی که قبل از افلاطون و سقراط تعدادی فلاسفه گردن کلوف مثل دیمتریکوس و اپیکور، شما این کتاب رو ببینید، اتفاقا آورده بودم درباره این صحبت بشه، اینو ببینید. بله بله، این دموکریت یکی از اون گردن فرازان قبل از سقراطی هستش، متعلق یونان باستان. این کسی بود که گفتش که در یک رودخانه دو مرتبه نمیتوان شنا کرد، یعنی میخواست پدیده زمان رو، حرکت رو که دل حرکت میزاد رو در روان افراد جا بندازه، اومده بود این مثال زده بود، گفته بود که شما وقتی که توی رودخانه میپرید بعد در میاد بیرون، بار دوم که میخواید بپرید دیگه اون رودخانه قبلی نیست، اون آب و اون فضا و اون زمانی که شما قبلا پریده بودید الان رفته به طرف اقیانوس، این یه چای جدیدی. یعنی میخواست بگه که زمان از بستر حرکت روش میکنه، یعنی وقتی که یک پدیده ماده به حرکت که در میاد، نقطه اول، نقطه دوم، نقطه سوم، به تدریج ثانیه اول، ثانیه دوم، ثانیه سوم زاده میشه. این رو اون موقع اونا گفتن. حالا این آقا میگه که یونانی ها فلان نداشتن. آقا ما یه عمر درباره فلسفه یونان بحث کردیم برای شما. خب ما در بحث قبل به اینجا رسیدیم که مسیحیان شرق یا خاورمیانه کیا بودن. پس از قلع و قمل مانویان در قلمرو ساسانیان و مسیحیان رومی، مسیحیت به بزرگترین رقیب دینی زرتشتیان تبدیل شد. مانیان بیدلیل نبود که میره اون دیانت رو درست میکنه علیه دیانت زرتشتی که مقدمه ای از مسیحی و بودایی را میریزه تو، شاید موفق بشه، ولی موفق نمیشه، تبدیل شد. حال این پرسش پیش میآید که منبع انسانی این مسیحیان ایرانی چه کسانی بودن؟ تا پیش از تبدیل شدن دیانت مسیحی به مذهب امپراتوری روم، یعنی اون موقعی که روم هنوز به دو بخش شرقی و غربی تبدیل نشده بود، مسیحیان همواره تحت پیگرد و آزار شدید از سوی رومیان قرار داشتند. یکی از مناطق فرار مسیحیان قلمرو اشکانیان و سپس ساسانیان که دین اهورامزدایی در ایران مسلط و رسمی بود. امیر حسین خنجی در کتاب فروپاشی ساسانیان، میتونید اون کتاب فروپاشی ساسانیان هم نشون بدید؟ بذارید ببینم عکسشو با اینا نفرستادید، مال قبل بوده، مال قبل نه مال قبل قبلا اینو من نشون داده بودم. حالا اگر نمیتونین نشون بده اشکال نداره. خب امیر حسین خنجی در کتاب فروپاشی ساسانیان درباره انتشار مسیحیت در میان غیر ایرانیانی که در قلمرو یا در پیرامون امپراتوری ساسانی زندگی میکردن مینویسد قبائل شمال عربستان در
بیابان‌های شام، یعنی همین امروزی که اینجا الان بلوا هستش و داعش داره حکومت میکنه، در درون مرزهای امپراتوری روم اندک اندک به مسیحیت گرویدن، چنان که تا نیمه سده ششم میلادی، یعنی در آستانه فروریزی امپراتوری ساسانی، قبائل تقلب، کلب، جزام، بلقین، بلی، آمنه، تنوخ، بهرا، قسان، نمر، این نمر رو توجه کنین، شیخ نمره دیگه تا عربستان چیز زدن از فرزندان این قبیله است. بله کشتن. عیاش و یک قبیله از بنی تمیم به مسیحیت گرویده بودن. من در برنامه گذشته این کتاب رو به شما نشون دادم که دوستان اعراب در مرزهای روم شرقی و ایران رو مطالعه کنن، که خانم پیکولوسکایا دیده میشه کتاب. بله بله بله. خانم پیکولوسکایا جزء به جزء وضعیت این قبائل در غرب و جنوب غربی ایران حضور داشتن و 300-400 سال اونجا بودن رو جزء به جزء توضیح میده و روابطشون رو با ایران و امپراتوری بیزانس توضیح میده. خب بعد این جماعت از مسیحیتی پیروی میکردن که ترکیبی از باورهای یعقوبیان و آرسیان بود و مسیحیان عراق، خوزستان و نیز عربهای مسیحی شده در درون مرزهای ایران و روم در اواخر دوران ساسانی علاوه بر مستوری ها عمدتاً پیرو مسیحیت نوین برآمده از باورهای یعقوبیان و آرسیان بودند. این یعقوبیان و آرسیان دو تا فرقه‌ای بودند که بعد از اینه که امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، در بخش شرقیش در اون بیزانس هر جایی که این امپراتوری این دیانت مسیحی میرفت در اقلیم‌ها خودش رو منتشر میکرد، هر کسی که در اونجا نماینده انتشارش و تبلیغش که میشد شیخ بوده، فردی بوده، روحانی بوده که اسمش مثلا آروس بوده، یعقوب بوده یا مثلا کسی دیگه بوده، به اون نام معروف شده بوده، آروسیان بودن. خونجی درباره تفکر این مسیحیان می نویسد: در میان جماعت مسیحی شده خاورمیانه تا نیمه های سده پنجم سه مسیح با سه ویژگی وارد باورهای دینی شده، یکی خدای کامل، یکی انسان خدا و دیگری انسان گزیده آسمان و پیامبر خدا، و ادامه می دهد معتقدان به انسان بودن و نبی بودن عیسی عموماً در عراق و فلسطین و شمال آفریقا بودند که تحت سلطه امپراتوری بیزانس بود. به سه دسته تقسیم می شدن. دسته اول به کسانی که به مسیح به عنوان خدای کامل اعتقاد داشتند، مانند یعقوبیان، منوفیزیت می گفتن، یعنی جنبه انسانی و خدایی در مسیح با هم آمیخته شدن و جنبه انسانی او در جنبه خدایی او محو شده است. دسته دوم آنهایی که به مسیح به عنوان انسان خدا باور داشتند. مسیحیان نسطوری معتقد بودند در عیسی دو گونه طبیعت مشخص و متمایز وجود دارد، یکی جنبه خدایی و دیگری جنبه انسانی، ولی جنبه انسانی او از جنبه خداییش قوی تر بوده است، یعنی عیسی بشری بیش نبوده که به مقام خدایی رسیده است. دسته سوم اعتقاد داشتن مسیح فقط برگزیده و پیامبر خداست، متأثر از آریوس متولد اسکندریه. اسکندریه میدونین کجاست که همین چیز مصر که میاد چیز اونجا میرسه و تونس و اونجاها هستن. بله یه بندری در مصر. بله مصر بودن که پس از شورای نقیه، این شورای نقیه هم در همین میانرودان در همین بغداد یا اون پایتخت ساسانیان اونجا برگزار میشه. در شورای نقیه در 325 میلادی مورد تعقیب قرار گرفته و بسیاری از آنها به قلمرو ساسانیان پناهنده شده بودند. ولی از نظر تاریخی دین رسمی مسیحیان ایرانی عملا مسیحیت نسطوری بود و این سه جریان مسیحی دشمن کلامی و سیاسی مسیحیت ارتدوکس رومی که مبتنی بر تثلیث بود محسوب شد و بخش بزرگی از مسیحیان خاور نزدیک و خاور میانه در ضدیت با تثلیث بود و برای مسیح الوهیت قائل نمی شد.
و این الگویی است که جامعه اسلامی از مسیحیت برداشت کرد که محمد نه خدا یا فرزند خدا بلکه رسول خداست که در قرآن آمده سوره 14 و 100 سوره 4 آیه سوره 4 آیه 171. خب من در اینجا یه ذره توقف می‌کنم. شما در نظر بگیرید یه دیانتی در مکه در اقلیم حجاز ظهور میکنه و پیامبری داره به نام محمد که خداوند به ایشان اون آیه ها رو وحی میکنه. حالا در نظر بگیرید که این آیه ها رو وقتی که در قرآن میخونیم که به اصطلاح به اون محمد وحی شده، تماما حرفایی هستش که در اقلیم میان بودن شامات و خراسان و بزرگ در جریانه. خب چرا ما مشکوک نمیشیم که این قرآن در مکه و حجاز تدوین نشده بلکه در این منطقه ایران ما بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی به نگارش در اومده؟ هدف من در این هستش. خب منشأ عربهای ساسانی، سیاست شاهان ساسانی در امور کشورداری جهت استقلال امپراتوری در برابر تهاجم اقوام و قبائل شورشی، کوچ اجباری، دفورماسیون بوده و این جا به جایی های استراتژیک در دوران شاپور اول شدت گرفت و بین سالهای 241 تا 260 میلادی تبدیل به سیاستی درازدامن و عمومی ساسانیان کرد. این رویدادها حتی در سنگ نوشته‌ای در کعبه زرتشت در پرسپولیس بازگو شده است و شاپور اول شهر پترا، این شهر پترا هم در اردن و شامات و اونجا هست، شهر پترا مرکز امیرنشین هیره، این شهر در اونجا الان قرار داره، هنوز اونجا است، و دورا اروپوس در میان رودان را اشغال میکنند و هزاران نفر را به شرق ایران و خراسان را بزرگ میکوچانند. اوج این سیاست کوچورزی ساسانیان در تصرف شهر انتاکیه، این شهر انتاکیه در ترکیه فعلی قرار داره، به دست خسرو اول در سال 540 میلادی صورت گرفت که تمام جمعیت آن اقلیم به میان رودان منتقل شدند و خسرو اول فرمان داد که شهر جدیدی به نام انتاکیه نوین خسرو در میان رودان برای کوچه ها بسازد، ولی اکثر کوچندگان استراتژیک، یعنی اونایی که کلشون زیاد بوی قرمه سبزی میداده، به منطقه وسیع خراسان بزرگ انتقال داده میشدن. به این گونه پس از 3 الی 4 سده عربهای ساسانی در خراسان بزرگ، مرو، بلخ و خوزستان با ایرانیان آمیخته شدند. اما کلونی های دینی به اعتقادات خود که مسیحی بودن را حفظ کردن. من در اینجا یک پرانتز باز کنم آقای سوربی، در یک دو سال بعد از انقلاب سال 60 همین که آزمایشگاه رو من چیز تعطیل میشد، پنجشنبه بعد از اون را میفتادم میرفتم شمال، برادرم در شمال باقرسر زندگی میکرد و زن باقرسری هم داشت و اونجا یه شیشه بوری باز کرده بود. یه روزی که من رفته بودم اونجا به من گفتش که یزدان بیا بریم، یه سفارش من گرفتم، حدود یک ساعت و نیم راه، اگه دوست داری بیا بریم اونجا من ببینم که چقدر شیشه لازم داره. منو شاگردشو برداشت راه افتادیم رفتیم اونجا. بعد یه ساعت رسیدیم اونجا، جایی بود تو این هتل هایی بود که در شرق دریای مدیترانه، در شرق دریای خزر، متعلق به این عمال پهلوی بود که بعد از انقلاب اونا فرار کرده بودن رفته بودن و این هتل ها در اختیار اون نهاد چه مستضعفین چی میگن اونا قرار گرفته بود. بعد ما وقتی که رفتیم اونجا برادر من دیدیم یه دونه هتل دراز راهروی داره، اتاق این بر اون بر این بر اون بر مرتب 30-40 اتاق داره. بعد توی این اتاق ها تو هر کدوم این عرب هایی که در خوزستان و اون خرمشهر و آبادان و اینا که صدام اونجا بمباران میکرده اونجا فراری شده بودن، دولت اینا رو برداشته بود و برده بود توی این هتل ها مستقر کرده بود. و
بعد من از یکی از اینا پرسیدم که خب اینجا چیکار میکنی؟ مرده از همین گیشتاشه های عربی سرشو و یه دونم از این لچک هایی که یاسر عرفات و این خامنه ای میندازه گردنش چارخونه هستش، از اونام کلش بسته و با زنش هم عربی صحبت میکنه. منتها بچه هاشو میرفتن به مدرسه که طبیعتا اونجا زبان فارسی یاد میگرفتن. بعد من ازشون پرسیدم که خب شما اینجا خوش میذاره بهتون؟ گفتش نه خیلی دوست داریم که برگردیم ولی دولت اجازه نمیده. گفتم چرا اجازه نمیده؟ گفتش که چون اونجا ناامنه، منطقه رو بینگذاری کردن و مرتب صدام بمباران میکنه و میگه که الان رفتن اونجا درست نیست، باید بمونید. و اینا در اونجا موندن. خب بعد از این 20-30 سال اون پدر مادراشون که نوستالژی اون چیز زادبوم رو داشتن از میان رفتن، بچه هاشون در اونجا زبان فارسی یاد گرفتن و اون چیزهای برگشت به زادبوم این حرف هم تکلشون نیست، بنابراین ایرانی شدن، زبانشون هم فارسی شده. اما در گذشته در زمان ساسانیان وقتی یه جماعتی رو برمیداشت میورد توی مثلا خراسان بزرگ یا میان رودان یا در سیستان و بلوچستان مستقر میکرد، اینا توی اون کلونی های خودشون تو اونجا باقی میموندن، همه چیز آدابشون و سنت هاشون و زبانشون حفظ میکردن. بعدها که امپراتوری ساسانی فرو میزه این جماعت فعال میشن. حالا من در اینجا باز توضیح میدم. و عرب های ساسانی به زبان عربی امروزی سخن نمیگفتن، اغلب زبان آنها سوریانی بود. در ضمن زبان سوریانی زبان دینی همه اهالی خاورمیانه بود. توجه داشته باشید قرآن هم ابتدا به زبان هم سوریانی نوشته شده. وقتی که به زبان سوریانی نوشته میشه چطور میشه که از مکه سر در بیاره؟ در همین منطقه نوشته شده دیگه. خب میانه بود که توسط همین سوریانی ها پس از فروپاشی دولت ساسانی، دولت خلافت به حکم ضرورت اقدام به تدوین کتابی به نام قرآن نمودن. حتی مانی بجز کتاب شاپورگانش که به زبان پهلوی است، سایر کتابهایش را به زبان سوریانی نوشته بود. و مسیحیت در ایران آنچنان رواج یافته بود که نخستین شورای اردوی شرقیش در زبان یزدگرد سوم سال 410 میلادی در تیسفون برپا شد. و نگفته نماند که گروه های مسیحی در ایران محدود به خوزستان میان رودان نمی شد، بلکه بخش بزرگی از آنها عرب های ساسانی که به خراسان بزرگ تبعید شده بودند و بنیاد تفکر مسیحیان ایرانی سوری در ضدیت با جهانبینی مسیحی رومی که بر تثلیث که در قرآن مشهور به سه نامیده شده، یعنی خدا، پسر، روح القدس استوار بود، که با اعتقادنامه نقیه، شورای نقیه در سال 325 میلادی در نقیه علیه آریوس تشکیل شد، تعریف شده بود. این شورا علیه باورهای آریوس یا آریانیست شکل گرفت، زیرا آریوس میگو مسیح پسر خدا نیست و خدا در او پیکر نیافته است و مخالف با تجسید مسیح بود. کلن جهانبینی مسیحی در ایران و سوریه بر این باور بود که مسیح فرزند خدا نیست، بلکه برگزیده به پیامبر اوست. این همان الگویی است که اسلام از درک مسیحیان شرقی ایرانی سوری برداشت کرد که محمد خدا یا پسر خدا نیست، بلکه فرستاده و رسول اوست. خب چرا این روشنفکران ما مشکوک نمیشن که در این قرآنی که به اصطلاح در مکه بر محمد نازل شده حرفایی زده میشه که در میان رودان و خراسان بزرگ و در شامات جاری بوده و عرب های ساسانی که در خوزستان، میان رودان و خراسان بزرگ زندگی و به تدریج با ایرانیان آمیخته بودن، علوم کلامی الهیشان بر مبنای جهان‌نگری مسیحی استوار بود. از این رو پیش از به اصطلاح تهاجم عرب به ایران هزاران عرب در این در ایران زندگی میکردن. طبق تخمین مورخان به نقل از ایرانیکا که این آقای یارشاتر سردبیرشه، ایرانیکا تعداد عربهای ساسانی تنها در شرق ایران حدوداً 250,000 نفر بوده است. نیروی بالقوه تحت نفوذ و رهبری امپراتوری بیزانس جهت حذف حکومت ساسانی، مخصوصا بازوی معنوی آن دیانت اهورامزدایی از صحنه جغرافیای سیاسی جهان، به نیروی بالفعل تبدیل شد که پیامد
فلاکتبار و حراسناک آن برای ملت محجوب ایران به همراه از دست رفتن استقلال سیاسی، پاک شدن مفهوم ملیت از پیکر فرهنگی، محو و ناپیدا شدن هویت ایرانی، تبدیل شدن به امت اسلامی در اسارت ایدولوژی سوری، مسیحی، سبت اسلامی، افتادن امور زندگی ما بیش از 1000 سال به دست بیگانگان و باگو شماری هجری قمری زیستن بود. کتاب امروز ما از ضربه فلجزایان کمر راست نکردیم. شما یادتون میاد که در دوره شاه تو همون اواخر سلطنتش یه چند سالی ایران رو حکومتش رو برگردوندن به عصر هخامنشی. بله، تاریخ رو خواستن عوض کنن. بله، و با استقبال مردم روبرو نشد. بله، که پایه و اساسش اشتباه بود. اساس چی بود؟ پایه و اساسش اشتباه بود. حکومت پهلوی 35 سال به اصطلاح شروع شده بود، ولی شاه میخواست بگه که همون روزی که 2500 سال شده هخامنش، به اصطلاح هخامنشیان، این آقا هم شروع کرده. همش گویا به تشویق دوستان اسرائیلی بوده، چون اونها میخواستن به این صورت اسم کوروش بیشتر تو دنیا معروف بشه. متاسفانه این صدای شما هی قطع وصل بشه. خب، حالا جمع‌بندی میانی نه. تا اینجا با چند مسئله مهم که کمتر در اسلام شناسی سنتی مورد توجه قرار گرفته مواجه هست. یک، قرآن هیچ اطلاعی درباره خیزشگاه خود به ما نمیدهد و از قرآن نمیتوانیم نتیجه بگیریم که در مکه و مدینه نگارش یافته است. در قرآن هیچ نشانی وجود ندارد که فردی به نام محمد قرآن را با الهام از سوی خدا اعلام کرده باشد. آی سر به شما میدونید که این آیه های قرآن را که میگن 106 تا 108 هستش و حدود 90 خورده ایش در مکه بر محمد نازل شده و بقیه هم اون موقعی که جنگ و دعوا را شروع کرد در مدینه. بله بله. ما در نظر بگیر یه فردی در مکه داره زندگی میکنه، بیاد حرفایی بزنه که عموما در میان رودان و شامات و خراسان بزرگ جانیه. چرا ما مشکوک نمیشیم؟ خب، سه، مسیحیت بزرگترین رقیب دین دولتی ایران یعنی دیانت زرتشتی بوده است، چرا که مرتب داشتن با اون امپراتوری بیزانس با ما در جنگ بود دیگه و دیانتش را هم داشت گسترش میداد که بتونه این دیانت رو از میان برداره، دیانت زرتشتی رو. مسیحیت بزرگترین رقیب دین دولتی ایران یعنی دیانت زرتشتی بوده است. چهار، مسیحیان ایرانی سوری برخلاف مسیح شناسی رومی بر این اعتقاد بودن که مسیح فقط پیامبر خداست و فرزند خدا، المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. شما در نظر بگیرید این رسول الله که اومده اینجا مطرح شده، اون عکس رسول الله رو نشون بدید، اون بت الله رو. بله، که در اردن یافت شده که یک فاصله 1500 کیلومتری با مکه داره. یعنی اینا وقتی که اومدن، این رهبران دولت خلافت، وقتی که امپراتوری ساسانی فرو ریخت و دولت خلافت متشکل از همین گروه هایی که در خراسان بزرگ، در شامات، سیستان، بلوچستان و میان رودان، اینا بعد از یک کشمکش طولانی تونستن اون دولت خلافت رو تشکیل بدن که دیگه این کشور رو نگه دارن برای خودشون، مسیحی ها نیان اینجا رو بگیرن رو تجزیهش کنن، مثل دوباره اون بلایی که اسکندر آورد به سرمون در زمان مسیحی ها هم صورت بگیره. اینا اومدن بلافاصله دولت تشکیل دادن. خب برای اینکه این دولت تشکیل بدن، در گذشته همیشه همه دولت ها به یک بازوی معنوی به نام نهاد دیانت نیاز داشتن که تکیگاهشون باشه. خب اومدن برای این یه جایی به نام مکه رو در نظر گرفتن و یه آدمی مثل محمد رو که پیامبرش باشه که وحی از آسمان بر اون نازل بشه و بعدم تمام مسائل. حالا این مسائلی که توی اون رشته شده طوری تدوین نشده که اصلا بوی این مناطق ازش به مشام نرسه. تمام مطالبی که توی اون کتاب اومده، توی در قرآن اومده، مطالبی هستش که در ایران جاری بوده در دوران خلافت. خب رسول الله و حتی این بت الله که برای بیرون راندن اون
بت‌های قبلی مثل لات و عزات و منات که اونا همه سرشت مادینه داشتن، اونا رو بیرون ببره و یگان پرستی رو در اونجا بذاره. اونا نمایندگان عناصر طبیعت بودن، یعنی ریشه در میترائیسم داشتن و در عربستان بعد از ایران و مسیحیت این فرایند چند خدایی به یه خدایی از همه آخرسر از همه اتفاق میفته، یعنی با جایگزین کردن الله به جای اون ستا بت مادینه سرشت. خب مسیحیان ایرانی سوری برخلاف مسیح شناسی رومی بر این اعتقاد بودن که مسیح فقط پیامبر خداست و فرزند خدا، المسیح ابن مریم رسول الله، سوره 4 آیه 171. و این درک مسیحیت شناسی با جریانات مسیحی دیگر مانند طرفداران آریوس و یعقوبیان تفاوتی نداشته است. 5. پیش تبدیل اسلام به عنوان یک دین مستقل، جمعیت وسیعی از عربهای مسیحی در ایران طی پوچهای اجباری مستقل شده بودند و دینشان مسیحی بوده است. قرآن به مثابه بیان مسیحیت شناسی ایرانی سوری برخلاف واژه محمد که فقط 4 بار در قرآن آمده، نام عیسی 25 بار، المسیح 11 بار و مریم 34 بار در قرآن تکرار شده است. عیسی در قرآن پسر مریم، نبی، رسول الله و منجی است. سوره 4 آیه 171 میگوید، ترجمه فارسی آیه: ای اهل کتاب، در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز سخن حق مگویید. هر آینه عیسی پسر مریم پیامبر خداست. شما در نظر بگیرید، شما در مکه داری زندگی میکنید، بعد بیایید درباره مریم و عیسی صحبت بکنید که 2000 کیلومتر بالاتر از اقلیم شماست. سخن مریم پیامبر خداست و کلمه او بود که مریمش افکند. این مسئله این که کلمه او بود به مریمش افکند، یعنی اینه که عیسی رو مریم از روح القدس گرفت، یعنی از خدا، و روحی از او بود. پس به خدا، به پیامبرانش ایمان بیاورید و مگویید که سه است. از این اندیشه ها باز ایستید که خبر خیر شما در آن خواهد بود. جز این نیست که الله خدای از یکتا منزه است از اینکه صاحب فرزندی باشد. از آن اوست که آنچه در آسمان ها و زمین است و خدا وکیل و کامل. این مسیح شناسی دقیقا با درک مسیحیت شناسی آریوس و یعقوبیان و جنبش قرآنی مسیحی مطابقت دارد. 1. مسیح فرزند خدا نیست، ولی مسیح رسول الله است، المسیح عیسی ابن مریم و رسول الله. 2. ای نگویید. 3. منظور تثلیث است که مسیحیت رومی کاتولیک پس از شورای نقیه بدان معتقد بود. شما مشکوک نمیشید که در مکه تو مثل دهکده‌ای بوده یه نفر بیاد درباره مسائلی صحبت بکنه که در رأس هرم سیاست در ایران بزرگ در دوره حکومت خلافت داره بحث گفتگو میشه. خب مسیحیت رومی کاتولیک پس از شورای نقیه بدان معتقد بود. مخالفت روشن با درک تثلیثی از مسیحیت، یعنی مخالفت با این درک مسیحی که عیسی فرزند خدا است، و از سوی دیگر طبق آیات قرآنی تورات و انجیل کتاب‌های آسمانی هستند و قرآن تأییدی بر آنهاست. سوره 5 آیه 68، ترجمه فارسی آیه: بگوی اهل کتاب، تا هنگامی که به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکردید، بر هیچ آیین بر حقی نیست. و این که قرآن تأییدی است بر تورات و انجیل در سوره 3 آیه 3 آمده است که ترجمه آیه: آن خدایی که کتاب را که به سوی براستی بر تو فرستاد، منظور قرآن است، تأییدی است بر کتب آسمانی قبل از خود که بر شما نازل کرده است، یعنی تورات و انجیل. همین سه آیه بالا نشان می‌دهد که 1. تورات و انجیل کتاب‌های آسمانی است و کسی که بدانها عمل نکند بر حق نیست. 2. مسیح فرزند خدا نیست، ولی نبی و رسول الله است.
سه، قرآن تأییدی است بر تورات، به انجیل، به این دستگاه فکری و کلامی مسیح شناسی ایرانی سوری بوده که با بسیاری از نهضت‌های دیگر مسیحیت به جز رومی کاتولیک سازگاری داشته. رومی کاتولیک منظورشون بخش غربی جدا شده از امپراتوری روم. خب پایان سخن، اگر قرآن بدون احادیث و اسطوره‌های اسلامی را بخوانیم، هیچ گونه تفاوت اساسی با درک مسیحیت شناسی شرقی، سوری، ایرانی و عربی نمی‌بینیم. در حقیقت این تفاسیر اسلامی پس از 150 تا 200 سال بعدی است، 150 تا 200 سال بعدی است که تصور ما را از یک دین نوین به نام اسلام شکل داده است. به دیگر سخن، اسلام نه از دل قرآن بلکه از دل احادیث و اسطوره ها بیرون آمده که 200 سال پس از شکل گیری دولت خلافت به حکم ضرورت جهت داشتن اساسنامه مدون به نگارش در آمده. امروز ما با در دست داشتن فناوری نانوتکنولوژی دقیق تر کردن وسائل سنجش عمر اشیا از طریق کربن 14 در آینده نه چندان دور خواهیم توانست آخرین برگه های به دست آمده قرآن در صنعا کشف در سال 1972، اون کتاب خطوری هستش که نشون میدن به این گندگی به این بحنی هستش، میلادی را آزمایش کنیم. شاید بتوانیم بدین وسیله عمر کهن‌ترین برگه های قرآن را تشخیص بدهیم و چه خواهد شد اگر روزی بر ما معلوم شود که قرآن نه پس از سال 610 میلادی، سالی که بر اساس احادیث اسلامی محمد به پیامبری برگزیده شده، بلکه خیلی پیشتر از آن نوشته شده بود. از سوی دیگر سکه های ضرب شده در آغاز اسلام در تناقض با احادیث اسلامی قرار می گیرند. می تونین اون سکه رو نشون بدید که معاویه رو چیز میکنه؟ بله پشت روی دو تا سکه. بله دوتا سکه هستش که اونجا من برای شما ارسال کردم. این سکه ها سکه هایی هستن که در ایران ضرب شدن. خب بعد کجا بودم؟ اینجا اسلامی قرار میگیره. سکه های کشف شده معاویه، معربه، معاویه و عبدالملک مروان که در ایران ضرب شده بودند، نشان میدهد که معاویه و عبدالملک مروان تحت عنوان امیرالمؤمنین کاربرد داشتن. و از سوی دیگر ما هیچ گونه سکه‌ای که شاهد بر وجود خلفای راشدین باشد، یعنی اون 4 نفر که ابوبکر و عمر و عثمان و علی هست، شما در نظر بگیرید اینا میگن 80 سال در حریک قدرت بودن و هر وقت هر کس هر جای دولت تشکیل میده بلا فاصله میاد سکه ضرب میکنه و ما هیچ سکه ای از این دوره نداریم. آقای خداوند رو متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. حالا اگر باز به پایان برنامه رسیدیم. الان یه دقیقه دیگه تموم میشه. بفهم. یه دقیقه. خب بعدش اینجا آغازتان تنام. خب اینجا رو من خوندم، همین یه دقیقه در پایان چیزه. شما اگه ببینید در مدینه تر همین خلفای راشدین باشد تا کنون به دست نیاوردیم. سکه های ایران، تألیف علی اکبر سرفراز و فریدون آرزومانی، یه کتابچه است که اینا رو جمع کرده. همچنین نخستین سکه های ضرب شده در مدینه در سال 180 هجری عرب ها و در مکه 203 میلادی بوده است و این نشان میدهد که تا 150 سال نخستین یثرب و مکه از اهمیت چندانی برخوردار نبودن و جمعیت انسانی آنها در حد یک دهکده کوچک بوده و مدارک واقعی با احادیث اسلامی همخوانی ندارد و این حقایق باعث شد پژوهشگران نسل جدید در مسیر کاملا نو قرار گیرند و آنچه در این نوشته آمده بخش ناچیزی از دستاوردهای پژوهشگران نسل جدید است و کتاب آغاز اسلام که دستورش هم فرستادم برای شما با سازی تاریخی انتقادی با اتکا به منابع آن زمان موشکافانه به موضوعاتی که در این نوشته آمده پرداخته است که احتمالا در پایان همین سال ترجمه فارسی آن در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت و به خوبی می‌دانیم که تغییر در باورها و اعتقادات تثبیت شده آشفتگی در افکار باورمندان ایجاد می‌کند
و سردرگمی ناشی از تغییر دیدگاه ها مثل خورشید محوری کوپرنیکی در مقابل تئوری زمین محوری بطلمیوسی، هنگامی که اثبات شد زمین مرکز عالم نیست و خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد، کلیسای کاتولیک برآشفت و مؤمنان مسیحی شدیداً دچار آشفتگی فکری و روانپرستی شدند. منابع اصلی بغداد و اینجا این آمده. پایان جلسه. من از شما ممنونم. من در حین برنامه فیسبوک شما رو نشون دادم، اگه لطف کنید رو همون صفحه فیسبوک خودتون مقاله هایی رو که امروز گفتید میذارید درباره این بحث و گفتگو بذارید. ضمناً از دوستان خواهش میکنم یا با فیسبوک شما یا با این ایمیلی که باز هم در زیر عکس شما نشون دادیم، وای که عکس اول یزدان هست، خدابندلو @ymail.com و با شما تماس بگیرن اگر صحبتی گفتگوی دارن یا احتمالاً میخوان با شما حتی در برنامه شما مناظره گفتگوی داشته باشن، با خود شما مستقیماً در تماس باشن. ممنون از شما. لطف کنید وقتی که شما این گفتگوی ما رو که برای من ارسال کردید بلافاصله با همین مد من در صفحه خودم و تعداد زیادی از گروه های فیسبوکی قرار میدم. بسیار ممنون و متشکرم. روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار. مرسی. شما. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، امروز هم با آقای یزدان خدابندلو برنامه دیگری داشتیم که تا یکی دو ساعت آینده در بایگانی صفحه تلویزیون مردم، در صفحه فیسبوک ایشان، در صفحه فیسبوک مردم تیوی هم قرار داده می شود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و همون جوری که بارها گفتم سعی کردیم یه سکوی ارتباطی باشیم بین همه شما دوستان و صدای شما رو از این بلندگو بتونیم پخش کنیم. بعد از برنامه تا موقعی که برنامه آقای مینویی شروع بشه یک فیلمی هست به نام هفت رخ فرخ ایران که اسم اصلیش انگلیسیش هست Seven Faces of Civilization، اون رو هم ببینید. تا جمعه هم این فیلم 3 روز به نمایش گذاشته میشه توی پلیلیست ما. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید اینکه اوقات خوبی داشته باشید. مرسی.